خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 24 ماه جولای سال 2019 میلادی و برابر است با دوم مرداد ماه 1398. تا یادم نرفته اون روزی که از دوستان گفت آقا راجع به چشم و آلرژی و اینا گفتی ولی یادت رفت، گفتم خدا لعنت کنه این خرمگسان معرکه رو، گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی خرمگس زندگی کنیم. دوستان اگه چشمتون اذیتتون میکنه، یه لیوان کوچولو، یه استکان کوچولو، اونایی که اهل تکیلا هستن یه شات کوچولو، اگه ندارید همین قوطیایی هست که هممون داریم تو آمریکا، مال دارو هست، اینو تمیز بشورید، آب بکنید داخلش، اگه دوست داشتید یه کمم نمک بپاشید که با نمک بشید. چشمتون رو، یعنی سرتون رو دولا کنید، چشمتون باز توی این آب و پلک بزنید. اونایی که اینو برعکس میکنن بالا و اینا فایده نداره. یادم تو هنرستان اینها یاد میدادن این آیباس، اون مایه شستشو رو شما تو چشمت که میریزی همون جوری که این محلول هست باید بیاریش پایین بریزیش، چون اگر آهنی باشه، براده آهنی باشه و اینها، حالا اینجا اگر پولن و آشغال مشغال تو هوا باشه و اینها، اینو که شما وقتی اینجوری میکنید تازه میره اون گوشه های چشمتون باقی میمونه. پس هم سرتون رو پایین بگیرید، ببینید سر به پایین بودن بعضی وقتا خوبه، همین که وقتی چشمتون تو آب هست چشم پلک بزنید. بله یکم آب میره تو چشمتون، مثل وقتی شنا میکنید چشمتون بازه، چشم ناراحت میشه، ولی حسن پلک اینه که وقتی که پلک میزنه تمام چیزها رو خارج میکنه و نیروی جاذبه زمین و این مایعات و اینها اون پولن و آشغالا و اینها رو، پولن رو چی میگیم به فارسی؟ گردفشانی میکنن گلها، اون گرده ها رو از چشمتون میبره بالا بیرون. هرچی شما دست رو تو بشوری هی چشتو میبندی آب میزنی فایده ای نداره، باید چشمت باز باشه، حواست باشه کمپوزیسیون کیه، دروغگو کیه، راستگو کیه، حقیقت چیه، دروغ کدومه، و پلک بزنی. خب من سر این دارو رو ببندم و این هم از این. خب دوستان عزیز، وقتی میایین اینجا نگاه میکنید من ازتون ممنونم، ولی خب لطف کنید با دوستانتونم این ویدیوها رو در میون بذارید. میبینم چپ و راست، مخصوصا این فرخ عزیز خواهر ایشون، برنامه های رادیو اسرائیل و اینها رو برای من میفرستن، امیدوارم برنامه های من رو هم برای دیگران بفرستن. اجازه بدید که من اینجا این تاریخ ماریخ و اینا رو را بندازم و ببینیم که کجا هستیم کجا نیستیم. این افکت 4 رو خاموش کنم، افکت 8 رو هم خاموش کنم، و ما چون در سفر بودیم، این دوست نازنینمون علی آقا تقصیر خودمونم شده بود، بهش گفته بودیم ما نیستیم یک ماه، ایشون هم اون تاریخ ماریخ و اینا رو دیگه نمیفرسه، یا اینکه خودش بنده خدا اونم مسافرته، ما که از کسی طلبکار نیستیم. در صورت همین که چند سال این کار رو انجام داده ممنون و متشکریم. و اما امروز یه دوستی که اون روز در موردش آقای شادانلو صحبت کرد و اینا، ما بالاخره رفتیم یوتیوب و خوندیم چه کار کنیم که این بلاک ملاک رو برداریم، درست شد و دیروز هم تماس گرفت صحبت کردیم. آقای به نام آقای کریمی که به اسم سیروس یا سایروس پارسی در گوگل و در یوتیوب ویدیوهایی دارن، قرار هست که ساعت 2:30 که الان 2:06 هست، یعنی 24 دقیقه دیگه به وقت نیویورک، با ما تماس بگیرن درباره وضعیتشون صحبت کنن. من هر کسی که میاد مهمون برنامه میشه، حتی اونایی که برنامه میخرن ولی میگن ما دوست داریم شما با همون کل کل کنی، بگو مگو کنی، گفت و شنود کنی، این حق رو برای خودم رزرو میکنم، قائل میشم که منم نظراتم رو بگم. حالا وقتی این دوستمون آمد صحبت کرد، من هم نظرات خودم رو در باره ایشون، در باره پروندهشون، اقامتشون در کانادا و حالا در بازداشتگاه بودن، ایشون دیروز گفت که من زندان نیستم، در بازداشتگاه هستم. میدونید بعضی از ما ایرانی ها تفاوت زندان و بازداشتگاه و اینا رو نمیدونیم، و چه بهتر، در صورت آمریکا جیل داره، آمریکا پرزن داره، آمریکا کورکشن فسیلیتی داره، همه اینا رو هی باید
امیدوارم یاد نگیریم، ندونیم. و این هم از این. خوشحالم که آقای زمانی هم اینجاست. امروز این بنده خدا نوشته بود که آقای سیامک ستوده بیمار هستند و در سفری که به آلمان داشتن حالشون خوب نیست، در اشتوتگارد هستن. و من نوشتم، من فکر کردم آقای ستوده در کانادا زندگی میکنه. ایشون نوشت بله در کانادا زندگی میکنه، ولی رفته احتمالاً برای برنامه‌ای در آلمان و اونجا بیمار شده. آقای ستوده خب اینجا هم بیمار بود، اون پرکینسون چیه پارکینسون داشت. و یکی از چیزایی که ما متاسفانه نمیدونیم، یادمون ندادن و خیلی ساده است، شما تو هواپیما هر وقت میشینید این رو براتون تکرار میکنن که آقا خانم اگر شرایط عوض شد، حالت اضطراری پیش آمد و اینها، شما اول این اکسیژن رو روی صورت خودت قرار بده، بعدن به پسرت، به همراهت، به دیگران کمک کن. متاسفانه این دوستان ما حال خودشون خوب نیست ولی میخوان به دیگران کمک کنن. آقا اگه کسی زنگ میزنه میگه من مخارج شما رو میدم بلند شو بیا آلمان، یه میتینگی هست، یه کنفرانسی هست، یه سمیناری هست، بگو خیلی ممنون، من از همینجا با شما به وسیله فیسبوک، به وسیله گو تو میتینگ، به وسیله تیم ویور، یکی دوتا هم نیست، به وسیله اسکایپ، به وسیله زوم با شما خواهم بود، ولی شرایط و حال من نمیذاره، به من اجازه نمیده که سوار هواپیما بشم. هواپیمایی که الان ثابت شده پر از جرمه. هر آدم سالها پیش من شنونده برنامه های آقای هاوارد استرن بودم، اون موقع که تو رادیو بود، این میگه من هواپیما که میخوام برم اکسیژن خودم رو میبرم. البته من همیشه از خودم سوال میکردم، خب چون بنده خودم کلیمی هست یه مقداری اینجوریه، میپرسیدم این که اینقدر پول داره چرا با هواپیمای شخصی نمیره، چرا فرست کلاس نمیره و اینها، با این قد بلندی که داره و اینها، بماند، اون به خودش مربوطه. ولی میگم من از اکسیژن استفاده میکنم، چون شما نمیدونی اینایی که سوار میشن، این یکی از اتیوپی اومده، اون یکی از ایران اومده، اون یکی سل داره، اون یکی کوفت داره، اون یکی فلان، و هیچ کس حاضر نیست دم در که رسید بگه ببخشید ها من سل دارم باید سوار بشم یا نشم. سرما خورده طرف نمیاد بگه من دیشب سرما خوردم میتونم سوار بشم یا نشم. حتی اگه سرفهش میاد سرفه نمیکنه، سوار میشه. بعد اونجا که سوار شد، هواپیما که بلند شد، شروع میکنه به سرفه و این جرم ها رو پراکنده میکنه. شما کجا نشستی؟ بغل دستش. شما کجا نشستی؟ پشت سرش. هوا هم اینو میفرسه میره تو صورت شما. سه روز چهار روز هست از آلمان رسیدی اینجا، هنوز گلو درد میکنه، انگار یه نفر دست گذاشته اینجا داره خفت میکنه. این مال چیه؟ همون هواپیما، همون جرم. و دیگه این روزا هواپیما رو نمیذارن بمونه بشینه، شب تا صبح این سیرکولیشن یا اون هوایی که میچرخید و حالا سعید میگه اینقدر دست رو تکون نده من سرپرک گرفتم. بله ایشان آمده انقلاب کنه. به 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 به، همینو کم داشتیم که آقای ستوده بره اونجا انقلاب کنه. خب امیدواریم موفق باشه. آقای لطیف زمانی سلام به شما. آقا امروز زمانی ها خیلی اینجا هستن، طهمورث زمانی اینجاست، آقای لطیف و نازنین زنینی زمانی اینجاست. درود بر شما و شنونده ها و بینندگان شما، ما هم از اینجا به شما سلام میکنیم و به شما آقای لطیف زمانی که در لندن هستی هم تبریک عرض میکنیم برای صدر اعظم جدید، هم تسلیت میگیم برای نخست وزیر یا صدر اعظم دیوانه ای که کپی این شارلاتان ترامپه. اون یه کمی از اینم شنگولتره، چون این اقلا به موهاش، به قیافه ظاهری خودش میرسه، اون دیگه خیلی شوته، یه عکسیه داره بستنی میخوره، نگاه کنید بستنی از همه جالی دستش داره میاد پایین و اینها. خلاصه دنیا داره به طرف سرنگونی میره. شما ببین انگلیسی که 70 سال پیش آقای وینستون چرچیل نخست وزیرش بوده، امروز این مردک دیوانه آمده و حالا ببینیم اون چه کار میکنه. آقای ترامپ که اینجا الان مثل بید داره میلرزه و نشسته برنامه مجلس رو نگاه میکنه، چون مجلس آقای رابرت مولر رو آورده اونجا و داره باز چی میگم
داره به عنوان شاهد دارن ازش استفاده میکنن، میگن شما این 480 صفحه‌ای که نوشتی این دادستان همه رو برداشت سیاه کرد، به غیر از این آمریکایی‌ها هم مثل ایرانی‌ها تنبل شدن نمیخونن، کی میره 480 صفحه رو بخونه؟ پس آوردنش تو مجلس تو دوتا به اصطلاح چی میگن کنفرانس، نه این فرکشنای مختلف دارن باهاش صحبت میکنن. 3 ساعت قبل از ظهرش رو دیدم به هیچ جایی نمیرسن، بعد از ظهرش ببینیم چه خبره و همش نمایشه. اینها همونجوری که آقای بهاءالله گفته که ماها همه شاخه ها و برگ های یک درخت هستیم، این دموکرات و ریپابلیکن ها هم هر دو شاخه یک درخت هستن. و شما وقتی یه درخت داری، بله خیلی ممنون، وقتی یه درخت، اینو گذاشتم که این دوستمون از زندان که تماس میگیره ما باید، یا از بازداشتگاه، بله شما وزیر امور خارجه جناب ستوده خواهید بود. قربان بنده همون یه بار دولت ایران معلم بودم، دبیر بودم، برای 7 پشتم بس و دیگه نمیخوام رئیس باشم، نمیخوام مصدر هیچ کاری باشم، همین کاری که با شماها اینجا نشستیم و گل میگیم و گل میشنفیم از همه چیز بهتره. در صورت ممنونم. گفت چی؟ مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این یک، حتما شما هم رفتید این رستوران هایی که بهش اینجا میگن فست فود. ما یک چیزی داریم اینجا به نام وندیز. این وندیز اسم یک خانم دختری بوده که الان هم یک زن به قاعده ای شده و پدرش هم فوت شد و ایشون شده مسئول این. ولی من روزی که درباره آقای ایران بومی و فرزندشون آقای ایرمان صحبت میکردم و گذاشتم اونجا، یک احمقی آمد گفت که این آقا فرزندش رو از دست داده، مشاورش یا اینا رو از دست داده و فلان اینا. گفتم دیوانه، اگه هر کدوم از ما در مقابل مصیبتی که بهمون وارد میشه بیایم همون موقعی که در به اصطلاح جوش و خروش اون مصیبت هستیم به فکر دیگران باشیم و یک جنبشی رو راه بندازیم، نه جنبش من میرم عروسک پیدا میکنم شما برم ببر ایران، مثل این مردک دیوانه که همسایه ما هست تو همین منطقه، یه جنبش درست حسابی مثل جنبشی که آقای ایران بومی درست کرده، روی صفحه مردم تیوی هم هست اون بالا و نوشته من دنبال جنبشی هستم که به من و شمای ایرانی احترام بذارن، تبعیض قائل نشن. البته یک کمی اشکال داره، من اشکال رو گفتم بهشون، گفتم شما اینجا نوشتید که مردم بیان توی وبسایتتون، از توی وبسایتتون ایمیلتون رو پیدا کنن به شما ایمیل بزنن، همه بلد نیستن این کارا رو انجام بدن، بهتره که شما به جای این ایمیلتون رو بذارید، ایمیلم اون نباشه. خود من که واردم یه انقدی، وقتی رفتم اون پایین هرچی میزدم دیدم کار نمیکنه. بعد نگو برای اینکه بفهمن ما آدم آهنی و ربات و آدم مصنوعی نیستیم، یه فرمولی گذاشته نوشته 1 به اضافه 1، شما باید بگی 2 تا اون بفهمه شما خودت هستی و قبول کنه. در هر صورت اب نداره، این دوستان وقتی یه کاری انجام میدن، من و شما به عنوان دوست وقتی میبینیم، دوست اونی که میگه، دشمن اونی که میگه من میخواستم بهت بگم. در هر صورت ما اون روز یه چند تا از این شاه اللهی ها، طرفداران پادشاهی ها، اینها تصادفاً آمده بودن اینجا، اون هم به دلیلی که آقای رضا زرابی لطف کرده بود برنامه من رو گذاشته بود روی صفحه خودشون، و توی اینها یک خانمی به نام یا ملیحه یا محبوبه، این خانم هم که میدونی مثلا اسمش محبوبن میذاره محبوبش رو میذاره آخر خیابون، و من نمیدونم ما باید بهش بگیم محبوبه، این ادفارایی که فقط ما ایرانی‌ها در میاریم. خلاص این خانم به نام می رفیعی آمد و هی دیدیم آقا هر یک دقیقه این زرزر میکنه و اینها، ما خاموشش کردیم. بعد یه دوستی من گفت آقا اتفاقا این هنر شما اینه که اینها رو از سوراخ آوردی بیرون، خب حالا بذار حرفشون رو بزنن. گفتم آقا اینا حرف نمیزنن، 57 سال رضا قلدر قلدری کرد، پسرش ساواک و شکنجه را انداخت، 40 سال آخونده درست همون کار اونها رو دارن انجام میدن، اینا دیگه هم قلدری میکنن هم ساواما و اینها رو درست کردن، و ما 97 سال گذشته هنوز یاد نگرفتیم با هم صحبت کنیم. ولی همینجا در حضور شما بینندگان شنوندگان بنده قول میدم اگر اینها آدم باشن، انسان باشن، بشینن یه ویدیو یه دقیقه
دو دقیقه‌ای درست کنن، از خوبی‌های شاه بگن، از بدی‌های دولت خمینی و فلان، مگه اینا چیزی هست که ما ندونیم؟ بگن ما پخش می‌کنیم، ولی به شرطی که با عکس خودش باشه، نه عکس، با ویدیو باشه، نه اینکه عکس الاغ گذاشته، عکس شیر خورشید گذاشته، عکس کفتار گذاشته، عکس موش و گربه گذاشته، پشتش نمیدونم گذاشته چی چی، آزادی، سپهر آزادی. احمق، تو خودت آزاد نیستی، خودت قایم شدی، اسمتو قلابی گذاشتی، عکستو قلابی گذاشتی، برو اول خودتو آزاد کن، بعد ننه و بابا و خواهر و برادر، بعد برو سراغ ایرانیا. آقای چمنارا امروز دیروز یک ویدیوی گذاشت، ما هم روی توییتر پخش کردیم، هم روی بالاترین هست، هم به ایمیل لیستمون فرستادیم، و ایمیل لیستمون یه عده یا مردن یا ایمیلاشون عوض کردن، چون ایمیلا برمیگرده. و آقای چمنارا انسان خیلی خوبیه، ولی به نظرم میاد آدم ساده‌ایه تو کار سیاست. اولا ایشون نوشته پیام چهارمین پیام من به ترامپ، ما وایسادیم برنامه رو گوش دادیم، پیام ایشون رو به انگلیسی هم گوش دادیم، ولی خیلی جالبه، خود ایشون میگه که من این پیام رو برای آقای ترامپ میفرستم، ولی میدونم که این آخوندها به اصطلاح مرغی هستن که تخم مرغ طلایی میذارن برای آخوندها. میگم آقا اون وقت شما به ترامپ میگی بیا سر این مرغ رو ببر؟ خب نمیکنه همچین کاری عزیز من، میذاره این مرغ تا جون داره و فلان داره تخم بذاره دیگه، و تخم طلاییش اینه که من و شما امروز میریم بنزین بزنیم، بنزین شما تو آلمان نمیدونم ببین چقدر گرونه، تو ترکیه ببین چقدر گرونه، ولی اینجا میری میزنی از شیر که از گاو همینجا تو مزرعه میاد ارزون تره، از آب که پیچواز کردن از زمین میاد، حالا میگن تصفیه کردیم، ارزون تره. بنزین از آب در آمریکا ارزون تره. چرا؟ دلیلش آخونده هستن. چرا؟ دلیلش این محمد بن سلمانه که از ترس باسنش مجبور شده به اصطلاح زیر سایه و فلان ترامپ باشه. ترامپ هم بهش گفته خب اگه میخوای با نفت ارزون بدی تا من به آمریکایی‌ها بگم ببین من آمدم نفت ارزون شد. و اما بگذاریم، میگه سوربی هیچ میدونستی پدر بزرگ بوریس جانسون مسلمان بوده، اسمش علی کمال، از نویسندگان معروف ترکیه بوده. بوریس در منهتن نیویورک به دنیا آمده، چون پدرش سفیر انگلیس در نیویورک بوده و آنجا از طریق سفارت انگلیس تولد انگلیسیش ثبت شده. آقا خیلی ممنونم که شما اینو همون روز اول نوشتی، چون من مطمئنم دو سه روز که بگذره ثابت میکنن که آقا این ایرانی بوده. اصلا ایرانی چیه؟ این تهرانی بوده؟ تهرانی چیه؟ این بچه شمران بوده خب، یا شمیرون. خب دوستان عزیز، ساعت 2:20 بعد از ظهر روز چهارشنبه است و 1:10 دیگه اگه این دوست ما بتونه تماس میگیره. یکی از چیزایی که من تعجب میکنم، اینایی که به اصطلاح فعال سیاسی هستن دیگه نباید اسمشون رو عوض کنن. آقا اسم شما هر چیز کریمی هست، باید با همون بیای فعالیت کنی. حالا ایشون گذاشته سیروس پارسی، بعد خودش هم میگه حالا رفتی دنبال من میگردی، من عکس یه پرچم گذاشتم. و میگم آقا مگه شما پرچمی قربونه دارم؟ شما آدمی، انسانی، تو فیسبوک، تو گوگل فلان اینا عکس خودتون بذار. راه درازی در پیش داریم، باید کفشای امیر ارسلان رو داشته باشین برپا و حوصله و طاقت، صبور باشین. گفت گر صبر کنی زبوره حلوا سازم. من نمیدونم این سم چرا هی میره هی میاد، حتما یه جایی هست اینترنتش قطع و وصل میشه، ولی مهم اینه که شما باشید با ما و ما هم در خدمت شما باشیم. خب بیایم اینجا ببینیم که چرا این فیسبوک ما امروز اینجوری نشون میده. یعنی ما هرچی میزنیم سوربی، این یه صفحه رو میاره که فقط مینویسه بله مینویسه ستینگ و اینها و من نمیدونم چرا، اب نداره. خب من براتون امروز ویدیوهای خیلی زیادی گذاشتم. این دوستمون از خلیج فارس یه سری ویدیو فرستاده و ببینیم چه میشه. دوستان شنیدید که حتما 14 نفر بیانیه‌ای رو امضا کردن. ما ایرانیان که قربونش برم منتظر هستیم که کپی بزنیم. حالا یه 14 نفر دوم درست شده و یکی نیست به این 14 نفر بگه آخه چرا نمیرین به اونا بپیوندین که اقلا بشید 28 نفر.
حالا 28 نفر کیه؟ یه مش آدم بنده خدای پیر و پاتال و اینا، همه بهمون هم بازنشسته و بیکارن، بگذاریم. ولی برگردیم آقای چمنارا. آقای چمنارا گفته بود که این آقای حسن اعتمادی، نوشتم آقا این آقای حسن اعتمادی همون حسن اعتمادی است که الان شده پاپت نوری علا و این بر اون ور میپره و قبلا رفته پول گرفته از پنتاگون و تلویزیون من و تو. آی ملت برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید ببینید اینا رفتن از پنتاگون پول گرفتن تلویزیون زدن، تلویزیون من و تو برای سرگرمی و خنده یادتونه کارتون ها رو درست میکرد. ما میگفتیم آقا کی بودجه اینو میده؟ اونا هم خودشون اومدن یه فیلم درست کردن که انگلیس بودجهشون میده و کلک زدن و فلان و بسار اینا. بودجه تلویزیون من و تو رو آقای حسن اعتمادی خودش به زبان خودش گفت پنتاگون میده. حالا شما به من بگو پنتاگون چرا بیاد برای من و شما ایرانی تلویزیون تفریحی بذاره، آهنگ، موزیک، موسیقی، مسابقه به نام من و تو؟ تازه یه قدم میریم بالاتر، آقای فرخ میاد یه رادیویی میذاره به نام من و شما، البته وقت نمیذاره، حوصله نداره بماند. میگه که read on section on چیه یه childhood، چرا اینجوری childhood رو نوشتی به جای دی نوشتی ای این his wiki. الان وقت ندارم، همین که شما گفتی ما قبول داریم. خیلی خوشحالم که خانم شوبری هم اینجا هستن با ما و همون جوری که گفتم دوستان، هر کس طرفدار رژیم پادشاهیه، هر کس طرفدار رجوی، رجوی که دیگه مرد قصه خلاص، هر کس طرفدار مجاهدین هست میتونه با دوربین تلفن خودش چند دقیقه، 2 دقیقه ماکسیموم، ماکسیموم 3 دقیقه فیلم بسازه بفرسته ما اینجا نشون میدیم. ولی این که هی بیان بگن آقا چرا از بدیهای خمینی نمیگین، خودتون تصور کنید، نمیخواد تصور کنید، من براتون درستش میکنم. دوستان عزیز، خمینی چه بدیها که کرد، همتون میگین خب ما که میدونستیم، این سربی فکر میکنه فقط این میدونه، هممون میدونیم، اونی که نمیدونیم چه باید کرد. من اومدم اینجا میگم چه باید کرد، چه چیزی خوراک دیروز خوردیم که امروز مسموم شدیم. ببینید اول برنامه گفتم سوار هواپیما شدیم آمدیم اینجا، هوای کثیف امروز منو مریض کرده. آیا به خاطر هوای واشنگتنه؟ ضمناً این هوای آمریکا واقعا تمیزه دوستان، ماشینا واقعا تمیزه. همین آلمان که حالا اینقدر ادعاشون میشه، بوی دود و اون ترکیه که دیگه قربونش برم، اصلا این چیزا حالیش نیست. همینجوری تو خیابون ماشین رد میشه، شما یه نیم لیتری بنزین نپخته هم شما میخوری. در صورت ما 2 هفته سفرمون رو زودتر تموم کردیم آمدیم. یه دوست نوشت آقا وقتی شما نبودی من یتیم بودم. گفتم حالا من به شما میگم، به کسی دیگه ای نگی، حقیقتش منم دلم برای شما تنگ شده بود. درسته که نمیبینمتون، نمیدونم کی هستین، ولی دیگه اینم مثل اعتیاده و ما هم معتاد شدیم. و اما 2 بیانیه 14 نفر از افراد درون مرز در برخورد به خامنه‌ای و رژیم اسلامی واکنش‌های متفاوتی را در برون مرز ایجاد کرده. اون وقت حالا یادتونه میگفتیم آقا این بیرون مرز همه‌شون به فکر پول جمع کردن هست، همه‌شون به فکر اینن بچه‌شون کدوم دانشگاه بره، همه‌شون به فکر اینن که قبر تو کدوم قبرستون بخرن که قبرستونه قبر زیر درخت باشه و اینها، و کسی به فکر ایران ایرانی نیست. حالا دیگه ایرانی ها گفتیم اگه قرار خبری هم بشه از ایران باد بشه. حالا هم که 14 نفر پیروپاتال و دست پاشه کسته آمدن یه کاغذی رو امضا کردن، انگار که حالا خامنه ای هم نشسته منتظر اینا که آقا استعفا بده، اینم برای استعفا بده. حالا تازه برون مرز داره با اونا مقابله میکنه، یعنی کمپوزیسیون. این فکر کنم همین دوستمونه، ببینیم که چی میگن. بله باید بزنیم 1. آقای کریمی سلام، من سوربی هستم، تلویزیون مردم. به دوستان گفتم که دیروز اشکال برطرف شد، من و شما صحبت کردیم و امروز چند دقیقه با شما هستیم. بعد از اینکه من اسم شما رو پرسیدم و اون علامت و عکس گوگل و اینها رو
پیدا کردم، رفتم چند تا از ویدیوهای شما رو نگاه کردم، من ساکت میشم، اون صفحه رو نشون میدم، شما صحبت کنید، بعد از صحبتهای شما من چند دقیقه درباره این شرایطی که شما درش اسیر هستید، برزخ هستید، برای دوستان توضیح میدم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. درود بر تمام مردم ایران، امیدوارم که تا به حال هر چه انجام شده فقط و تنها برای شما گرامیان بوده و با تصدیه شما عزیزان. من کوروش پارسی، فعال سیاسی که نام من احمد رضا کریمی هست، به دلیل این پارسی هست که من زرتشتی هستم از 18 سالگی و این سرتیفای شده، یعنی اثبات شده در کانادا، در روی دادگاه کانادا اثبات شد و نام کوروش پس از زرتشتی شده من، اما خب در اینجا با نام اون احمد رضا کریمی توی چیز نوشته میشه توی جایی که دربند هستم، اما به نام کوروش هم صدا زده میشم بیشتر به نام کوروش. خب خیلی نزدیکم، من سال 2012 از جبر حکومت ننگین تروریست اسلامی آخوندی به کانادا اومدم، درخواست پناهندگی کردم. از همون ابتدا متاسفانه سیستم کانادا با من سر ناسازگاری گذاشت و خیلی من اذیت کردن که حتی درخواست پناهندگی من رو قبول نکنن. ببینید، کانادا پناهنده سیاسی واقعی احتیاج نداره، چون با چشم مزاحم به پناهندگان سیاسی واقعی نگاه میکنه، به خاطر اینکه کانادا مرکز پولشویی عوامل سپاه پاسداران و اونها فرزندانشون به افراد وابسته به رژیم تروریست آخوند است. در سال 2012 مشاور ایمیگریشن من آقای قوامی بودم، داوود قوامی در ونکوور کانادا، که خب خیلی تلاش شد که پرونده درخواست پناهندگی من آماده شد. تا در سال 2013 من مصاحبه با سیستم اطلاعات کانادا داشتم، از من درخواست مصاحبه کردن که در اون مصاحبه در خیابان 1148 مایلی استریت آقای کریمی عذر میخوام یه مقداری آهسته تر صحبت کنید، چون صدای تلفن به خوبی دیروز نیست، نمیدونم چرا، و شما یک کمی آهسته تر صحبت کنین، تفهیمش برای دوستان بهتر میشه. مرسی. بفرمایید. ضمناً خانم سوسن ولایت هم از کانادا نوشتن که آقای سوربی با آقای کریمی سلام برسونید. بفرمایید. حالا بهتره اگه آهسته تر صحبت کنید، بهتره. بفرمایید. بله بله، خواهش میکنم. بله، من در سال 2013 مصاحبه شدم توسط کنیدین سیکریت اینتلیجنس سرویس، سیستم اطلاعات کانادا در ونکوور، و در مقابل مترجم به من گفته شد که در این جمله بود که شمایی که مبارز هستیم و سیستم تروریست آخوندی رو کانادا میایید، سیستم کانادا رو ابیوز میکنید، مزاحم سیستم کانادا است. و خب برای من البته زیاد جای تعجب نداشت، چون اون موقعی که من اومده بودم به کانادا، محمود رضا خاوری در کانادا بود و بعدش هم که نتیجه خمینی اومد به کانادا با توسط پولهای هنگفتی که نتیجه اینها به سمت کانادا فرضشون پول خون مردم دربند و شریف ایران. ارزم به حضور شما که تا سال 2014 به حال تضییقه من بیشتر شد توسط سیستم کانادا در کانادا و حتی شخصی در سیستم خانم ایرانی در سیستم مهاجرت کانادا که کار میکردم به من گفتن که تصمیماتی گرفته شده برای اینکه شما رو بیشتر تحت فشار بذارن. یک معمول در سیستم کانادا یا از من خواست که اگر عوضی رژیم رو در کنید شناسایی کردن به ایشون گزارش کنم و من نیست فردخش یا فردخی گزاری های خواندن رفتنجاری رو به سیستم اطلاعات کانادا بودم در کانادا که شامل فایده 407 هم می شود در تورنتو و پس از اون فشارها برای من خیلی بیشتر شد، من زیر زردگیر بیشتری گذاشتن، حتی خواهی که خونه اجاره میکردن از طریق سالخانه های من در روی من اخطا
کاری میکردن که اساسی میکردن که بیشتر مردم رو کنن و همینطور که جلوتار و جلوتار را حتی تو محله کار من خیلی من از مورد تنبیزشار در بودم با شخص خانم نازنین افشینجان صحبت کردم، ایشون خودشون کنار کشیدن. با شخص خانم مجد شهریاری که در ونکوور ایشون وکیل هم بودن قاضی هم بودن در این آقای قوانی وکیل یا در کار ایمیگریشن هست؟ خب یعنی چی؟ یعنی از طرف ایمیگریشن کانادا ایشون مشاور؟ بله، ایشون یک سری دوره های گذارونن و مشاور هم اجازه دارن در دوره پناهندگی شرکت. آها خب وقتی ببخشید، وقتی شما به ایشون میگید که اینا به من گفتن اگر چیزی میدونی بیا بگو، این یه مقداری عجیبه، چون یا اون قسمتی که شما میگید که وقتی پروندهتون رو داشتن چیز میکردن به شما گفتن که پناهجویان مزاحم سیستم کانادا هستن، اصلا اینا خودش جرم محسوب میشه، نمیتونه طرف همچین چیزی گفته باشه. و من تعجب میکنم که اینها چه جرأتی داشتن یا چه شرایطی بوده که به شما همچین چیزی رو گفتن. دقیقا اینها ببینید، اصلا سیستم امنیتی کانادا اون که از اولی که من وارد کانادا شدم با پرخاشگری با مسئول برشون بزن یه نصر دوباره برگردیم در من سال 2012 وقتی من وارد وای وی آر یا همون این پروتوکل منتظر شدم و درخواست پناهندگی دادم خودم، اونجا تحت سی بی اس ای مرزبانی کانادا من بازجویی شدم. بعد یکی از کارهایی که من در ایران انجام دادم میدادم شناسایی عوامل لباس شخصی بین جمعیت در تظاهرات ها بود و گذاشتن عکس اینها روی اینترنت که مردم اونها رو شناسایی کنند. من مراقب شما شغلتون تو ایران چی بوده؟ من مهندس امنیت شبکه بودم. بله، مهندس شرکت سیسکو سیستمز آمریکا و مایکروسافت بودم، شبکه‌های اینترنت و ایستی. بله، وقتی که من از گرافیست هم بودم کار روی کامپیوتر طراحی انیمیشن و کار روی عکس و تصویر هم بوده. ارزم به حضور شما معمول سی بی اس ای وقتی که من توضیح بودم که خب کار من شناسایی عوامل لباس شخصی در ایران بود و انتهای سیاسی فعالیت سیاسی و وبلاگ منتقد قوانین اسلام داشتم و اینکه مقایسه کردن آن قوانین با قوانین آیین بهی خودمون در داشتی و وبلاگ دیگری هم داشتم که از آن بازه شما وبلاگ سیاسی بود در مورد اتفاقاتی که میفته می نوشتم بوش در ایران که برای هم مدن به کابل یا فیسبوک هم بیشتر فرا شد. وقتی که برای من رو سی بی اس ای شناسایی در آن رو لباس شخصی توضیح می دادم یه چیز خیلی بیشتر متعجبتون می کنه. اون مأمور سی بی اس ای به من گفت که خب تو که اون عوامل لباس شخصی اطلاعات سپاه اون آی آر جی سی یا بکسیش فورس رو شناسایی میکردی و روی اینترنت میذاشتی نمیگفتی جون اینا از طرف مردم ایران به خطر بیفته و شما اقدام علیه هیومانیتی انسانیت نکردی؟ به نظر خودت گفتم اصلا من شوک شده بودم که اینا چی میگه، کسی که من باتون میاد توی خیابون و شما میکنه تو سر مردم ایران که اومدن آزادیشون رو میخوان، مردم سی بی اس ای نگران حال اون مأمور اطلاعاتی بود تا بیشتر مردم ایران که پا میشن به اسکار بودن. یعنی از روز اول یه همچین چیزی که سیستم کانادا واسه من اینجا خوبی مستفاده من به هرچی جلوتر و جلوتر و جلوتر رفتیم من تازه فهمیدم که کانادا کجاست. به نظر خیلی ها کانادا واقعا بهشت موعود، البته از نظر عوامل جمهوری اسلامی که واقعا
بهترین بهشت برای بله. من الان ویدیوهای شما رو صفحتون رو نشون دادم، حتی یه ویدیوی شما حدود 3 سال قبل درست کردین به نام اینکه proven evidence که کانادا بهترین بهشت برای اینها. من به دوستان پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو ببینن. ضمناً الان شما تماستون، بله شما تماستون به بیرون فقط از همین تلفن هست یا فیسبوک و اینها؟ بله متاسفانه از تلفن هست و من چون نیم ساعت تمام میتونم الان صحبت کنم، اگه وقت میشه دوباره باید بگیرم که بتونم نیم ساعت دیگه صحبت کنم. من یکم سریعتر خدمتتون میگم. البته من الان در میگم کجا هستم، من در آدرس 1623 ایست جی استریت سویت بخش بی تو بی او بی احداد دو تاکوما واشنگتن 98421 هستم. خیلیت سیاتل و این اینامه را ما داریم اینجا اینامه یا نام هر شخصی که اینامه یونیت برای شماره 215-566-319 اینجا فعلا من هستم. حالا توضیح میدم تا به رسیدن به اینجا برسیم. بعد دقیقا شما فهمیدین که خیلی جای ترجم داره که از معمول سیستم اطلاع بوده ترجم اینو گفت. من اونوز به هشت بار در روزهای متمایدی من این ترجمی شده مصاحبه شدم به سیستم اطلاع بکنم و این یکی از اون بارا بود. اونوز هم 8 ساعت طول کشید، 8 ساعت مصاحبه من طول کشید. سه مترجم وقتی که اومدیم بیرون به من گفت با اینا لج نکن، اینا اذیتت میکنن و مدارسی که تو به اینها داری اشاره میکنی اورال میکنی همه ما میدونیم خیلی همون که اینجا اینا سرمایه گذاره کانادایی خوششون نمیاد که شما بهشون بگی. گفتم خوششون بیاد یا خوششون نیاد، من با سیستمی مبارزه میکردم در ایران که حالا اومدم کانادا ببینم اون سیستم ارزش همینجا. خب پس این چه بازی کانادا که میگیریم و قوانین مساجرت سری بعد من برای خانوم سابرینا در سیستم اطلاعات کنیدا سابرینا خوش سابرینا معرفی میکرد، من لیست شرایط ادمیسیبیلیتی یعنی پذیرش یا ادمیسیبیلیتی غیر قابل پذیرش بودن افراد در عنوان مهاجر در کانادا رو از روی وبسایت خود اداره مهاجرت کانادا پرینت کردم و بردم که تمام اون شرایطی که نوشتم برای شما جز این افراد یا گروه ها یا این بندهای قانونی شامل حالتون میشه شما نمیتونید بیاید کانادا، که تمام شامل حال اعضای سپاه خاندان رفسنجانی بچهای آفریقان ملا و تمام ارازل و اوباشی که مربوط به سیستم جنایتکار و تروریست جمهوری اسلامی که الان در کانادا اصلا میشد. من بهشون گفتم پس شما قانون خودتون رو شکستین، دوسر اینا رو گذاشتین بیان اینجا و این پول خون مردم ایران هست پولشویی دارن میکنن و شغل کشورتون رو طرف و پول خون مردم بیگناه ایران میشونن و خیلی از پناهندههای سیاسی که همچنان در ترکیه گرفتارن شما راه نمیدین که بیان کانادا، اما اینها دارن میان از همون عوامل رژیم و عوامل سپاه و بچههای خونها که با پرخاشگری به من گفتن به شما ایرانی ها هیچ ربطی نداره سرمایه گذاری مخصوصا تو خانم فائزه رفسنجانی در کانادا و دیگر اعضای رژیم به شما به زبان انگلیسی من گفتن که به شما ایرانی ربطی نداره، که خب درگیری رفسنجانی من خیلی بیشتر شده به سیستم اطلاعات بکنه در سال 2014 سال 2014 من نامه‌های زیری وایس آف امریکا نوشتم به پست اکسپرس به کاخ سفید نوشتم به دفتر آقای فرون و آقای فرپر زنگ نشده آقای به دفتر آقای کریس الکساندر وزیر مهاجرت کنند آقای دکتر بلینی وزیر مینیستر پبلیک اند سیفتی کنند که مربوط به سیسه هم میشدن فرستادم و توضیح دادم در مورد مرمایشون به چیا گفتن که شما پناهندهی سیفتی رو کنند میان ابیوز میکنیم که خواهی ما را مزاحم ما هستید و اینکه آقای کریمی عذر میخوام، دوستان میگن که وایس کلیر نیست. این تلفن شما با تلفن دیروز چه تفاوتی داره؟ اجازه میخوام بدید من قطع کنم با کیوز، این چند تا کیوزکی با کیوزکی بغلی زنگ بزنم شاید صدا بهتر بشه. لطف کنم بله لطف کنم مرسی. خب دوستان حتما میدونید دیگه وقتی قدیما این تلفن‌های عمومی بود
با یکیش زنگ میزدی میگفتن آقا خیلی خشخش میکنه، یا سیمش قطع بود یا گوشیش قطع بود و اینها، میرفتیم تلفن بغلی درست میشد. حالا امیدوارم اون اینجوری باشه. و خیلی ممنون آقای زمانی، شما گفتید، من خودم هم چیزی که هست ما حالا گفتیم، این بنده خدا با این شرایطی که داره، حالا که دیگه ارتباط برقرار شده، به اصطلاح بذاریم صحبتاشون رو انجام بدن، ولی قابل درک و فهم نیست. ایشون تو صحبتاشون گفتن که من وقتی میرم برای پناهندگی راجع به سرمایه گذاری میذارم صحبت میکنم اینها. ببینید دوستان، من خودم پناهجو بودم، من خودم پناهنده بودم، و اینجوری نیست. شما وقتی میری اونجا میدونی این مامور امیگریشن نشسته یه سوالاتی از شما بگن، این نیومده اوضاع ایران رو از شما بدونه. و ایشون توی یکی از ویدیوهاش اتفاقا برای آقای شادانلو فرستادم، میگه وقتی من به اون مامور گفتم، اون مامور گفت که خانم ملکه انگلیس با آقای رفسنجانی گفته بیا اینجا سرمایه گذاری کن. من ببینید میکروفون رو در اختیار همه قرار میدم، ولی یه جاهای دیگه آدم میگه که بابا حالا در دیگ بازه، حیای من و شما کجا رفته. و باز برمیگردیم به اون اصلی که شما اول باید هوای خودت رو داشته باشی. شمایی که پناهجو هستید آمدید به اون میگید من از دست دولت ایران در رفتم. اجازه بدید من تلفنم از این وریه، اینم اینجوری، اینم اینجوری. بله بفرمایید. که آقای آقای کریمی بفرمایید، امیدوارم صدا بهتر باشه. بفرمایید. الان صدا بهتر شده از دوستان؟ عالی شد آقا، عالی شد. بفرمایید. بسیار عالی. بله قربان، من میگفتم نامه‌های زیادی در از آنچه اتفاق افتاد در کانادا برای رادیو فردا، حتی برای دفتر آقای بنیامین نتانیاهو در اورشلیم، با پست اکسپرس، با هیومن رایتس واچ در نیویورک، هیومن رایتس واچ در تورنتو، هیومن رایتس واچ در لس آنجلس و سازمان ملل و جای دیگه نوشتم که مسئله اینه. آقای قوامی گفتم باید صبر بکنیم ببینیم چی میشه. البته یک مقدار آقای قوامی یک میزه خود ترسیده بودن به خاطر این رفتار سیستم اطلاعات کانادا و اینکه یک دفعه من ریسک امنیتی برای کانادا اعلام کردم به خاطر افشاگری در مورد آن لحظه خواندن رفسنجانی در آن زمان سرمایه گذاریشون در کانادا. بعد ناگهان از دفتر آقای استفان هارتر نامی دریافت کردم بعد از دو هفته بعد از ارسال این نامه که شما ریسک امنیتی نیستید و این سوء تفاهم بوده. حتی من توضیح جامعی دادم و تمام سرمایه گذاری های اینها رو پیلین کردم مشخصات شد و فرستادم برای دفتر آقای هارتر و دیده بودن. از دفتر از مرکز سیستم اطلاعات کانادا از طرف شخصی به نام تام ونر در سیستم اطلاعات کانادا کار میکردن، ایشون دوباره نامه دریافت کردن همزمان با اختلاف یک هفته و به من گفته بودن که ما پیشنهاد میکنیم برین از گاورنمنت کانادا بپرسید اگر واقعا میخواین جویا باشید. من برای من ونشته بود که افسر ما که این حرف به شما زده خیلی پروفشنالی حرفه‌ای عمل کرده، دقیقا کلمه پروفشنالی را اجازه کرده بودم. توی ایمیل هم این نامه ها هست، بیان بیرون دسترسی داشته باشم، میتونم برای تلویزیون تون بفرستم و اینا پخش کنم. توی ایمیل ها من همه اینا رو با موبایل قبلا عکس گرفتم از روی این نامه ها و برگه ها. بعد یه دادگاه برای من تشکیل دادن در سال 2015 منو به عنوان پناهنده سیاسی در قیدتی در کانادا، البته از طریق دادگاه در کلگری، یعنی به صورت ویدیو کنفرانس. من در ونکوور بودم در بریتیش کولومبیا. در بریتیش کولومبیا دولت بریتیش کولومبیا نمیخواست به من این پناهندگی رو بده. حالا چرا بهش میرسیم؟ بهش میرسیم به چرا؟ دولت کانادا، دولت در ونکوور NDP هست در حال حاضر. ببخشید، به عنوان پناهجو یا به عنوان پناهنده؟ به عنوان پناهنده سیاسی، به عنوان political refugee. بله بفهم. به عنوان پناهنده سیاسی از کلگری، از قاضی از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه به ساختمان لایبرری، ساختمان کتابخانه
در خیابان جورجیای ونکوور که محل ساختمان برای مهاجرت کانادا در شهر ونکوور هست دست شدن و من هم به همراه آقای قوامی اونجا رفتیم و سوالاتی شد و یک ماه بعد نامه شما که خب شما پذیرفته شد. اما فشارها وجود داشت در مورد من. مجددا نامه از سوی دفتر مهاجرت کانادا دریافت کردن که در اون اشاره کرده بود برای پرمننت رزیدنت شما یعنی اقامت دائمی شما فشارهای فورسیز نشتم فشارهایی وجود خواهد داشت که این هم من برام دوباره تعجب بود که چی یعنی چی سال دیگه رای سینزن میگن شما مزاحمی شما که فعال سیاسی هستی و از ایران میگن اینجا بعد اینجا میبینیم برای اقامت دائم فورسهایی وجود خواهد داشت در موردشون که بخواییم بهتون بدیم و تو میگم محیط کار و محیط بیرون خیلی من تهدید شدم. کسی که مسئول پرونده من بود شخص چینی بود که شخص به من میگفت شما با آقای آیت الله درگیر شدید در ایران، مستر آیت الله میگفت، خیلی با احترام با این آخوندها صحبت میکرد. حتی به خاطر پولهایی که فردافه برای کانادا میارن اینا تعظیم هم جمعشون میکنم، حالا در توی لفظ که چیز با زیاد مثلا تعجب هنگیزی نیست که باز تعجب باشه. بعد اینا من خب تحقیرم زیاد شدم توی محیط بیرون. سال 2016 من به اتاوا رفتم که فیلم های من رو اشاره کردی که مستقیمن با افراد آفیشیال رسمی سیستم کانادا بتونم در اونجا صحبت کنم در مورد آزار اذیتایی که داشتن توی ونکوور میشدم و آنچه گذشته بود و این سرمایه گذاری ها برای چی اجازه داده شده توسط عوامل رژیم و بچهای آخوندها از پول خون مردم ایران در کانادا انجام بشه. خب آقای کریمی، الان یه دوست ما که خود ایشون وکیل هست از انگلستان، آقای لطیف زمانی، خب ویدیوها رو مردم دسترسی دارن، من نشون دادم، میتونن ببینن تمام این گفته های شما، این پروسه‌ای که گذروندین رو میتونن اونجا ببینن. ولی ایشون میگه خب حالا هدفتون چیه از این کانورسیشن، از این گفتگویی که با ما دارید، میخواین چه کار کنید؟ کسی که شرایط خودش اینجوری بده، آخه مبارزه هم میدونید یه قانونی داره، من نمیتونم به اصطلاح وضع و شرایط خودم بد باشه بعد بگم میخوام مثلا با ترامپ در بیفتم. خب من باید اول بتونم برم یه جا کار کنم، درآمدی داشته باشم، چهار نفر همراه داشته باشم. حالا شما باز جزء خوشبختاش بودی که اون آقای قوامی مشاوری بوده که دیگران حقوقش میدادن برای شما کار کرده آمده، چون من یکی از ویدیوهای شما رو دیدم خیلی با آب و تاب توضیح میدادید که این مأمور حتی شماره تلفنش رو عوض کرده. ببین دوست عزیز، اگه کسی تلفنش رو عوض میکنه نمیاد شماره تلفن بعدیش رو بذاره. اینجا اتوماتیک وار وقتی من تلفنم رو عوض میکنم به هر دلیلی، تا 6 ماه شماره تلفن جدید من میاد، هر کی زنگ بزنه بگه 202 فلان 695 میگه دیگه سوربی تو این شماره نیست، شماره جدیدش اینه. ولی شما این رو به عنوان یک دسیسه داشتید معرفی میکردید، در صورتی که ببخشید اون افسره باید از من هم احمق‌تر باشه تا اینکه شمارهش عوض کنه بخواد از دست شما به اصطلاح نجات پیدا کنه بعد بیاد شماره جدیدش هم بذاره اونجا. شما الان آقای بله بفرمایید اینو برام فقط تنها یه مأمور نبود، نزدیک 15 مأمور دیگه بودن که این کارو کردن. یعنی بعد از اینکه من هم 3 بار حتی در نورث ونکوور آر سی پی در مورد یک آخون بود که اونجا زندگی میکرد من تماس گرفتم و دفعه بعد اون شمارها آن اویلیبل شدن. در مأمور پلیسی که در فرودگاه ونکوور در سال 2016 هم حتی اومد با من صحبت بکنه، بعد از اینکه من صحبت با تماس گرفتم با اون تماس گفتم که من در تماس بعدی صحبت شما رو برای دپارتمان هوملند سکیوریتی آمریکا میفرستم به خاطر اینکه شما اینطور با من صحبت میکنیم و به من این حضور عوامل رژیم رو نباید من پیگیری بکنم. خیلی به من این چندین بار گفته شده در کانادا توسط مامورای پلیس و مامور سیستم اطلاعات، حتی افراد در سیستم قانون کانادا، که آقا شما حق افشاگری برای پابلیک در کانادا ندارید، در صورتی که همه جای دنیا این آزادی بیان مخصوصا در مورد عوامل رژیم، در مورد عوامل رژیم که سیستم پیروسی از رژیم آخوندی، نمیتونه کسی به ما بگه که شما نمیتونید در پابلیک
افشاگری بکنید. امروز کانادا من گفته شد و همون مامور ها مربوط به همین شما در این به اون مامور پرتغالی اشاره میکنید که مامور پلیس برنابی آرسینپی هم بوده به نام پاولا موتا، شما الان به اون دارید اشاره میکنید. نه مامورای دیگه هم همین کاری کردن، شماهاشون عوض شد و شماهاشون واقعا به من اصلا از سیستم امنیتی آمریکا میترسیدن، از اسم FBI و یا دپارتمان هوملند سکیوریتی، حالا به هر دلیلی که من نمیدونم اینا خوششون نمی اومد از سیستم آمریکا. وقتی که ما بهشون گفتیم پیگیر میشیم این اتفاق افتاده. شما میفرمایید من اشاره کردم؟ ببخشید من یکم گیج شدم، شما داری راجع به کانادا صحبت میکنی یا آمریکا؟ نه من دارم راجع به کانادا صحبت میکنم. بله. که ما با مامورین پلیس کانادایی ما میگفتیم که همچین چیزایی هست، همچین افرادی در کانادا در ونکوور. ببینید وقتی به افسر به افسر کانادایی میگید من به آمریکا گفتم، میدونم که به کانادا آمریکای شمالی هم میگیم ولی بین ما ایرانی ها دیگه معلوم، وقتی شما به کانادا بگی من به آمریکا شکایت میکنم، اصلا اون میگه آمریکا چیکار ما داره، ما دولت خودمون رو داریم، حکومت در ادامه داره شما روشن میکنه. بله بفرمایید. ببینید من اول از طریق کانادا رفتم جلو، بعد دیدم سیستم امنیتی کانادا که سیستم اطلاعاتی کانادا که اخطار میده اصلا با من درگیر شده که چرا داری در مورد این سرمایه گذاری ها در کانادا افشاگری میکنی، شما باید دیسکاوری میکنی ولی اکسپوز میکنی، داری حساسیت ایجاد میکنی و مخصوصا در جامعه ایرانی که ما دوست نداریم این افشاگری ها ایجاد بشه. به قول خودشون میگفتن you are shaking our boats، بله آقای کریمی شما دیروز هم من ازتون پرسیدم که با افرادی که فعال هستن مثل آقای ممقانی مثل خانم ولایت اینها، ببینید الان خانم ولایت اینجاست میگه که دوستان به ایشان گفتند شارپ عمل کردن باعث از بین رفتن خودت میشه، شما فکر میکنید اونها هم دشمنتون بودن یا اونها هم مامور جمهوری اسلامی بودن یا اینکه اونها ببینید شارپ عمل کردن، شما وقتی میخواید افشاگری کنید دیگه افشاگری میکنید، نمیشه افشاگری چیزی نیست که شما 20% افشاگری کنید 5% افشاگری. وقتی که در مورد یک محیط چیز سربسته این شما اونو سرباز میکنید مخصوصا در مورد فرمایه گذاری ها، این دیگه خود به خود افشا شده و اگر حساسیت روی شما از قبل بوده باشه که روی من بود خیلی هم بود تشدید میشه و یا به قول معروف درد سرها برای آمنسان بیشتر میشه. تو زمینه افشاگری وقتی که افرادی پا میذارند بله این پیامت ها هست و بازاراویات ها هست، اما توی کانادا واسه من چیز خیلی تعجب‌آوری بود که اینجا که الان هستم رسیده. ببینید شما درست میفرمایید که نباید مثلا یه موقع هست چجوری برای تون بگید، شما تو زمینه افشاگری بودن به زندگیگری نبودن مثالی نمیتونم بزنم، مثال من همون کار خودم هست، همون افشاگری های خودم هست، چون اگه مثال دیگری بزنم در موردش کاری انجام ندادم و شاید اشتباه بکنم، اما در مورد افشاگری ها همین بود که من انجام دادم. یعنی شما وقتی که یک مامور میگه که شما نباید در مورد خانه رفسنجانی چی کنید افشاگری بکنید در کانادا، آخه شما یه جا هم میگین یکی از این مامورا بهتون گفته که ملکه انگلستان خواسته که رفسنجانی چنین سرمایه گذاری کنه، این یه مقداری بفرم. بله به من گفتن که سرمایه گذاری ها برای حائزه 480 مثلا نبکنید، من نگفتم ملکه انگلیس خواسته، نه من از این واژه استفاده نکردم، گفتن که مامور سیستم اطلاعات کانادا به من گفت که با خشم تمام و پرخاشگری همون شخصی که خودش رو صاحب اینا معرفی میکرد و بعد ما فهمیدیم رابطه از طریق افرادی که میشناختن اون خانم رو، بعد من آشنا شدم در کانادا به خاطر فعالیت هم با من اونها آشنا شدن، یعنی اومدن سراغ من و منو پیدا کردن. یه اشاره پیش بگم اون خانم زمانی که سفارت کانادا باز بوده در سفارت ایران در اتاق باز بوده، رابطه بین اعضای مربوط به اعضای سیاسی آقای کریمی ببخشید چون امروز وقتمون کمه، یه سوال دیگه، وقتی این ماجراها توی کانادا به سر شما آمد و شما دیدید که این آخونده هم از روز اول دولتای چیز پشتشون بودن هم حالا باهاشون هستن و اینها،
چرا به فکر این افتادید که بیاین آمریکا؟ یعنی خب آمریکا هم دیگه همون برادر بزرگ کاناداست. آمریکا در حال حاضر خیلی شرایط بهتری علاوه مبارزه علیه عوامل رژیم داره. حالا بعضی ها هم خب آقای ترامپ خوب نیستن واقعا، اما ببینید من که میگم آقای ترامپ، هر کسی به فکر منافع کشور خودش هست نیست که نباشه. اینجوری که شما میگید، اجازه بدید، اجازه بدید، اینجوری که شما میگید یعنی شما با آقای ترامپ خوبید و ایشون رو قبول دارید؟ فعالیتی که نسبت به اوباما دارن انجام میدن. آقا اوباما که تموم شد رفت. ببین عزیز من، برای من و شما اوباما مهم نیست. آره ببینید، پس باید اینجوری بگید فعالیتی که در مقابل آخوندا انجام میدن از نظر شما به اصطلاح قابل قبوله. حالا من یه سوال از شما میکنم، یه سوال از شما میکنم. بله ببینید، یه سوال، همین 3 روز پیش 4 روز پیش سناتوری از آمریکا رفت توی منزل به اصطلاح اقامتگاه جواد ظریف و این آقا با ترامپ صحبت کرده بود، رفت با ظریف صحبت کرد، آقای رند پال. اوکی، شما اینو چگونه میبینید؟ فکر نمی کنید که ترامپ داره از این و بفهم خبری از بیرون ندارم؟ خب توی ببینید، توی مسائل سیاسی شما همیشه خودتون میدید از 6 سال گذشته تا کنون، مخصوصا در مورد ایران، مسائل خیلی مثلا الان که درگیری هست و جدفتگی خیلی شدید بین جنبه‌های سیاسی در سپاه پاسداران جا شده و خیلی رو میزش کردم، الان اتفاقاتی داره میفته که ما تو در 6 سال گذشته اصلا ندیده بودیم که آمریکایی‌ها بتونن بخوان اینطوری مثلا به قول شما بیان توی اقامتگاه افرادی که افراد بالای رژیم و با اونا صحبت بکنن. اینا خب حالا من الان نمیتونم نظر بدم که بگم نظر اول، نظر من سیاستمدار نیستم، دو اینکه بگم من فعال سیاسی هستم و افشاگر سیاسی، و اینکه بگم چه اتفاق. اما آقای کریمی، من از شما عذر میخوام، اجازه بدین چون دوستان سوال میکنن راجع به شماره تلفن شما، بذارید من این توضیح رو بدم. چون شما در بازداشتگاه هستید نمیتونیم، یعنی تماس از بیرون، من یک شماره تلفن اینجا هست اما نمیتونم دوستان میتونم باش تماس بگیرن یا نه؟ حالا بگو ما مینویسیم، بعضی وقتا زنگ میخوره این تلفن های عمومی، بعضی وقتا نمیخوره. شما اجازه بدید من اجازه بفرمایید من بیارم شما بگم اگه اجازه بدین. الان اینجا نیست، بالا توی چی گذاشتنش. بله، حالا یه وقت دیگه، ولی بذارید من به دوستان اینو بگم، چون شما گفتید که توی ایران کارتون به اصطلاح چی بوده و اونجا داشتید این مدارک و اینا رو آماده میکردید، دوستان سوال میکنن آیا شما جزء وزارت اطلاعات یا اینتلیجنس و اینها بودید در ایران؟ نه قربان، من جزء وزارت اطلاعات الان بودم که اینجا نبودم قربان. نه خیلی ها هستن الان در کنار آقای خاوری با هم دیگه توی قمارخونه‌های تورنتو داشتیم پول خون مردم ایران رو قمار میکردیم. نه خیلی از دوستان هستن که جزء وزارت اطلاعات بودن، یک همشهری خود من آقای شاهین ترکمان بنده خدا تو آلمان زندگی سختی هم داره با 2 تا بچه و اینا، اینجور هم نیست که هر کسی اونجا وزارت اطلاعات بوده بیاد اینجا. ما منظور اون که وزارت خانواده رو من دارم قربان اشاره میکنم، خانواده طالب هر کدومشون اومدن آه. توی بدبختی زندگی نکردن، همه تو ناز و نعمتن. بله خب آقای کریمی، من از شما یه خواهش میکنم، فردا صبح من دوباره برنامه ندارم، آزادم، شما اون شماره تلفن جوری که بشه تماس بگیره کسی اینها رو اگه بتونی با من تماس بگیر بداشته باشم. اگر اجازه بدید من یه 30 ثانیه گوشی دستتون بشه، 40 ثانیه هم شما رو بگم خدمت. بفرمایی برو. دوستان عزیز، با آقای هستیم به نام آقای کریمی که روی فیسبوک و روی گوگل من ایشون رو تونستم پیدا کنم به این اسم، سیروس یا سایرس پارسی، و عکسی هم که گذاشتن عکس شیر و خورشید و پرچم و تاج و اینها هست و این پایین حدود 3 و 6 و 12 و 14 تا ویدیو من میبینم و توی این ویدیوها از ویدیوهای 2 سال پیش هست، 3 سال پیش هست و کلن از 3 سال پیش تا حالا. اگه قبلش برنامه به اصطلاح یوتیوب دیگه ای داشتن من خبر ندارم. خانم ولایت همشهری خوب ما میگه که ایشون مهندس کامپیوتره، باز ایشون میگه که ما به ایشون گفتیم که صبر کنید، هم خیلی شد ایشون. خانم ولایت میگه که قربان یاد داشت بفرمایید. بله دوستان عزیز بفرمایید. 253 253 هفتاد و هفتاد و
779 6000. عجب شماره خوبی. بله. شماره آقای کریم و شماره اکستنشن نامبر داخلی، یعنی شماره داخلی 6028 6028. این تلفن اگه یکی زنگ بزنه کجاست؟ تو دفتر اوناست؟ کجاست که اکستنشن؟ این توی دفتر اینها بیرون بیلدینگی هست، اون جایی هست که ما رو نگه می‌دارن. و این شماره رو گذاشتن برای همه اینجا. بله. که اگر کسی کار داره با شما میتونه با اون شماره تا، اما باید اول ای نامبر من رو بگن، همون A215566319. باید اینو بگن و اسم کامل من احمد رضا کریمی، که بعد بگن که من اولا اینجا به من وکیل ندادم. گفتن خودتون باید برید بگیرید، در صورتی وکیل تسخیری. باید یک کم صبر کنید، برای وکیل تسخیری باید یکم صبر کنید. نه الان بهتی میگم چه، الان متاسفانه وقت این برنامه شما برای من قبول، اجازه دارم در 2 روز آینده مجدد روی خطی. شما فردا لطف کن، فردا لطف کن با من تماس بگیر، چون من جمعه رو قول دادم با آقای لادن، ممکنه یه وقت اکسترا پیدا کنیم برای شما. ولی وکیل تسخیری ماجراش میدونید، چون پول نمیدن به این وکلا، اونا پروبونو میان کار میکنن. بعضی وقتا مثلا تعداد داوطلبا 20 تاست، تعداد اونایی که وکیل میخوان 50 تاست. اینه که یه کمی به نوبت. بله ممنونم از خانم بلایی. آیا 60 ثانیه من میتونم اشاره کنم؟ من ساکت میشم، 60 ثانیه در خدمت شما، بفرمایید. ببینید من سریع به بیزنس شهرده و ازتون بگم، کانادا داره تلاش میکنه منو برگردونه. من 2 مصاحبه شدم در اینجا برای مصاحبه اسایلم، به عنوان اسایلم ریکوست یا درخواست پناهندگی، اسایلم اینترویو. اسایلم اینترویو یکی من شماره که من به صورت درست انجام شد، تمام سوالات پرسیده شد و دلیل ترس من بازگشت به کانادا و ایران. اما به ناگاه اسایلم اینترویو شماره یکی من حذف شد از روی پرونده و به من گفتن اشتباهی صورت گرفته و باید اثر اینترویو 2 انجام بشه، یعنی اینترویو مصاحبه 2. در مصاحبه 2 هیچ سوالی از من پرسیده نشد که چرا شما در کانادا درگیر بودی، چرا در ایران درگیر بودی، چه اتفاقی برات میاد اگر برات گردن این کانادا یا ایران، و اونو گذاشتن روی پرونده و درخواست پناهندگی اثر اینترویو من دینای کردن. اما گفتن حالا شما میتونی برید با قاضی صحبت کنی، اما من اثر مربوطه در مرحله 2 دینایی کرد، رد کرد، در محله 1 قبول شده بود. کانادا خیلی داره تلاش میکنه که من برگردم، چون به نفعش نیست، چون بعد از این من اگر در آمریکا بتونم بمونم در روبروی دادگاه سوپریم کورت آمریکا من حاضر خواهم شد و باقی ماجرای کانادا رو ادامه خواهم داد. ممنونم آقا، فردا با من تماس بگیر، باز با شما خواهیم بود. مرسی که با ما بود. بله حتما قربان، حتما با شما فردا من تماس خواهم گرفت. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار شما باشه. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای احمد رضا کریمی بودیم. شماره این زندانیام یا ایلین نمبر، هر کی که میگی میدونی، تا شما اپلای میکنی یه جایی بهت ای نمبر میدن. این ای نمبر اون وقتا برای ایلین یعنی خارجی ها. این عکس من از کجا آمد اینجا؟ میکروفون این ماوس ما در رفت، آقای سوربی ژورنالیست هم آمد اینجا. بله خیلی ممنون از خانم ولایت که شماره تلفن ایشون رو نوشتن. اگه ایشون لطف کنه شماره ای نمبر آقای کریمی رو بنویسه، چون شما اگه به اون تلفن زنگ بزنید ولی ای نمبر نداشته باشید، مخصوصا وقتی ایشون اسمش رو اینجا گذاشته سیروس پارسی، اونجا گذاشته هست احمد رضا کریمی، تازه وقتی حالا زنگ میزنی کی گوشی رو برداره و اینها، شما لطف کنید اون شماره رو بنویسید. ای مثل الف، مثل آ، مثل اپل، 215 566 319. شاید خود من اینجا بنویسم، یک لحظه من وقت بدید و ببینید. من فکر میکنم یه مقداری این دوستانی که از ایران میان به اصطلاح یه انتظاراتی دارن، یا توی فکرشون از آمریکا و اینها یک بهشت برینی ساختن، که وقتی میان اینجا اون خیالات و اینها فرو میریزه. شما فکر کنید، بارها گفتم این فیلمایی که دوستان درست میکنن، خواننده ها، آقای شهرام کی از هواپیمای شخصی پیاده میشه که حالا ممکنه اصلا سوار هواپیما نبوده، $200 فقط داده که فیلم بگیرن،
از هواپیمای شخصی پیاده میشه، یه کادیلاک صورتی که مال الویس پریسلیه سوارش میکنه، 8 تا دختر اسپانیش لخت میشینن این ور اون ور، بعد مثلا فامیل مام زنگ میزنه میگه آقا شما اونجا خوشین، فکر ما نیستید. نمیدونه که آقا همین سوربی از 4 صبح بیدار میشه تا 11 شب کار میکنه، و اگه یه روز مریض بشه فردا میان خونش هم میگیرن، ماشینش هم میگیرن، بیمش هم قطع میشه. من فکر میکنم، شاید هم اشتباه کنم، با آقای شادانلو هم دیروز گفتم. ببینید الان ایشون میگه وقتی آمدم آمریکا پرونده من میره سوپریم کورت. آقا دوست عزیز، اصلا امیگریشن کاری به سوپریم کورت نداره. بله بعضی پرونده ها میره اونجا که ما با مهاجرین چه کار کنیم، برای که خود آمریکایی ها نماینده مجلس قانونگذارا به بنبست رسیدن و میرن اون سوپریم کورت که 9 تا جستیس اونا بیان بشینن چیز کنن. ولی شمایی که از کانادا آمدی اینجا، شمایی که تو ویدیو به صراحت میگی اون ماموره به من گفت که ملکه انگلستان گفت رفسنجانی، بعد حالا به من میگی من این، آقا ویدیوت موجوده، ویدیوت موجوده، من اینو برای آقا شادانلو فرستادم. شما میگی که این افسر شمارش از بس من چیز شدم شمارشو قایم کرد، بعد زنگ میزنی خودت جلو دوربین عکس میگه که من فلانی هستم، شماره تلفنم عوض شده. شما آقا من از موقعی که اومدم آمریکا 20 سال اینجا هستم، حداقل 20 بار شماره تلفنم عوض شده. الان دیروز آقای فیروزی گفت آقای سوربی ما 10 تا تلفن از تو داشتیم زنگ زدیم تا حالا بالاخره یکیش جواب داد. اینا یه چیزای معمولیه، ولی من اگه بخوام ازش دسیسه درست کنم فکر کنم که آها این خانم سوسن ولایت چرا شمارش عوض کرد، فهمیدم با آقای ناصر ممغانی میخوان منو ترور کنن. آقا من تو آلمان رفتم این آقای رضا زرابی رو دیدم، طرف میاد به من بغل دستم میگه آقا مواظب باشا این دیگران رو هم میخواسته ترور کنه. گفتم خدا پدرشو بیامرزه که تالا موفق نشده، ولی شما میگفتی این تالا 6 نفر رو ترور کرده. بعدم به شوخی بهش گفتم بنده خدا برام آبجو و نمیدونم این چیزا رو هم اون پول داد، هر چی ما گفتیم نه بابا قبول نکرد. گفتم آقا رضا من هم میبینم شما اشاره میکنی به این چیزه اینجوری جوری میکنی، منظور چیه؟ مرگ موش بریزه تو خوراک ما؟ اینجوری نیست عزیزان. اینه که من وقتی یه فامیل یه دوست به من زنگ میزنه میگه میخوام بیام آمریکا، میگم بابا اینجوری نیست که ما تو فیلم ها دیدیم. بشینید فیلم ممل آمریکایی رو نگاه کنید، طرف چه دنیایی ساخته بود بعد سر از زندان در آورد. همین دوستمون رو نگاه کنید چقدر قشنگ صحبت میکنه، ویدیو که درست میکنه اصلا معلومه سخنوره، قشنگ بلده، راحته جلو دوربین. ولی ببینید چجوری اومده افتاده الان توی بازداشتگاه. هر وقت ما میگیم زندان میگه نه این زندان نیست، بازداشتگاهه. آقا اوکی بازداشتگاه، ولی همین که شما مجبوری صبح اینجا باشی تا شب اینجا باشی این زندانه. خیلی ها اینجا زندانشون، الان آقای ظریف ببین زندانه، کجا زندانه؟ تو محل اقامتش توی نیویورک، نمیذارن جایی بره. البته شایع شده که از این پابندای الکترونیکی بهش بستن و اینها، من فکر نمیکنم ظریف و دیگران این کارو به اصطلاح تحمل کنن. یک، البته از این آخوندا و بچه آخوندا هر پس فطرتی بگی برمیاد. دو، من فکر نمیکنم قانون آمریکا و یونایتد نیشن اجازه بده به این ترامپ شارلاتان پامپو که پای وزیر امور خارجه یک کشوری بیان از این چیزای الکترونیکی ببندن. ولی ما ایرانی ها خودمون یک کاری میکنیم، اینقدر خودمون به هم دیگه میگیم قرم قرم که دیگران هم بیان بهمون بگن قرمساق و بگیم خب ما که میدونستیم یه روزی بهمون گفت خواهند گفت قرمساق. آقا وکیل توی انگلستان نشسته میگه اینجوری نیست، این دوستمون میگه ما بهش گفتیم نکن این کارو، نکن. آقا من به این آقای ناصر ممغانی گفتم آقا این کارو نکن، شما میری فروشگاه داره مالیات میده، پول میسازه، اجاره میده، دولت با اونه نه با شما. سالها پیش برای من یه اتفاقی افتاد، اون موقع ما حالا جر و دعوایی هم نبود، رفته بودیم یه جای خونه اجاره کنیم. خب شما میری میگی نمیدونم 20 دلار بده اون موقع 20 دلار بده کردیت رو چک کنی، 100 دلار بده این کار، هی پولا رو میدی. بعد طرف گفت که ببین این خونه رو بهت میدیم اجاره، ولی هر چیزی خراب شد تو باید پولشو بدی. گفتم آقا اگه یه چیزی خراب شد من قاشق چنگال انداخته باشم تو این دیسپوزر مال آشپزخونه
به روی چشم، چشم پولش که میدم هیچی، یه نوع بزرگترش هم میخرم. ولی اگه این کهنه است خراب شده، تو صابخونه داری از ملت پول میگیری. گفت نه و اینا. گفتم خب نمیخوام، پول منو بده برم. گفت ما که دیگه بهت پول نمیدیم. گفتم پولمو بده و الا نمیرم. فوری زنگ زد به پلیس. پلیسی که اومد گفت که اینجا کی صابخونه است؟ خانومه که نشسته بود اون پشت گفت این آفیس منه. به من گفت شما برو بیرون، میام باهات حرف میزنم. ببین آقای ممقانی، دیدی شما این کارو به شما گفتن، ولی نیومدی به مردم بگی سربی به من اینو گفت که این کارو انجام میدن. چقدر خرج افتاد رو دستت، چقدر مخارج، چقدر وقت، چقدر دردسر. تازه چی شد؟ کدام یک از این فروشگاه ها از بیزینس رفتن بیرون؟ اگر شما معتقدین که این بیزینس آخوندا پولش میدن، تازه این کاری که شما کردی، حالا آخونده میاد به اون پول میده، وکیل براش میگیره که بیشتر، میگه بالاخره بفرما این پرچمدار ما هست اینجا. نکنید این کارا رو. این توهمات، این شور حسینی رو کنار بذارید، یک کمی هم حسنی فکر کنید و برید دنبال این سیاسی عمل کنید. آقا من یه افشاگری میکنم، به مزاق اینا خوش نمیاد، خب میرم بیرون با یه نام دیگه، بینام، شبنامه، توسط یه نفر دیگه افشاگری ها رو میکنم. قرار نیست که من بیام دنیا رو آزاد کنم. شما یه پناهجویی که از سیل این درگیری های ایران خودت رها کردی، رسوندی به کانادا، هنوز نرسیده، هنوز مستقر نشده، میخوای جنگ کنی با خمینی، با دستگاهش، با سیستمش؟ اینجوری میشه. بعد تازه از اون پناه آوردی به آمریکا. حالا شما میگی بعضیا که با ترامپ بدن، آقا ترامپ با آخونداست. ترامپ شما حرفاشو بذار، یه روز میگه میرم میزنم میکشم، فردا میگه حالا نمیرم ولی نمیزنم، پس فردا میگه ببین حالا تصمیم گرفتم من نرم اونا بیان، بعد میگه حالا میدونی دیگه ترامپ نوشته بود آقا دو روز دیگه این ترامپ میگه جایم جانش فدای رهبر، اینجوری که داره این عوض میشه. ولی این جوونا اسیرش میشن. چرا احساساتی هن؟ چرا شور و هیجان دارن؟ میگم خب شما فکر میکنی خانم سوسن ولایت هم مأمور جمهوری اسلامیه؟ میگه نه. میگم خب بابا حرفشو گوش میدادی، بهت گفت نکن، این کاری که میکنی ما کردیم، انجام دادیم، ضربش هم خوردیم. چی بگم؟ بله. میگه خبر ندارید الان نوبت ایشونه که شکایت کنن. من نمیدونم آقای سوربی الان خبر نداره. آقای سوربی به دادگاه رفتن و دادگاه را بردن. خب مبارکشون باشه. ببینید بردن دادگاه و چیزی رو به دست آوردن دو تا امر مختلفه. من جاجمنت دارم از یک کسی $900 به من بده کار، این کاغذ، یک کاغذ $900 مستر فلانی به من بده کار. خود آمریکایی ها میخندن، میگن داشتن جاجمنت، داشتن رأی دادگاه بر اینکه شما برنده شدی، معنیش این نیست که الان آقای حسن دایی رو شما نگاه کن، هی همه جا میگه من برنده شدم. آقا چی برنده شدی؟ تو نیاک آمده شکایتت کرده، رفتی دادگاه، دادگاه گفته که نیاک حق نداره تو رو شکایت کنه. به گفته خودت میگی هزاران دلار وکلا از من پول نگرفتن، که همه میگن هزاران دلار مجاهدین به تو دادن، رفتی دادگاه. بمانه حالا ایشون برنده شده، ما این چشممون از این چشممون روشنتر. امیدواریم آقای ممقانی این پولا رو بیاره و دستگاه‌هایی بسازه که به همه ایرانی‌های اینجا آفتابه‌های اتوماتیک مجانی بده. آقا چیکار کرد؟ کدوم جاده کانادا رو بست؟ کدوم آخوندزاده و آقازاده رو از اینجا بیرون کردن؟ اون روز یه فیلم میگرفته، من الان دارم میرم به پلیس بگم دیدی منو گرفتی، من آزاد شدم. آقا اینجا پلیس روزی 100 نفر رو میگیره، روزی 99 تاش آزاد میشه، یکیش میره زندان. پلیس اصلا کارش این نیست، میگه من فقط وظیفم اینه که، من که قوه قضاییه نیستم، میگه من قوه اجرایی هستم، میام ببینم قانون اجرا شده یا نشده، نشده شما رو میگیرم میدم دست قوه قضاییه، قوه قضاییه قضاوت میکنه. ما این سه قوه رو چون تو دو تا حکومت دیکتاتوری بزرگ شدیم و اونا قاطی کردن، متاسفانه ما هم قاطی کردیم، قوه مقننه و مجریه و قضاییه و اینا رو قاطی کردیم، خودمون قانون گذاریم، خودمون. ببین طرف میاد بیننده تلویزیون به من میگه آقا شما امروز راجع به فلان صحبت کن، انگار من نوکر باباشم.
اوکی مرسی. برای آقای ممقانی پرونده ساخته بودن، ربطی به سوپری نداشت، ولی روی پرونده گفتن در مسجد ادرار کردن. خب دیگه حالا از دست همشهر شما این خانم ولایت نیست، من از دست شما همشهری چه کار کنم؟ ضمناً ایشون نوشته که رفتی شیراز سیب ترش خوردی. نه من اصلا ایران نمیرم. من سال 2005 وقتی برگشتم گفتم که شما میخوای بری مکزیک، میپرسی مکزیک چیه، میگن آقا آبش بده، اگه خوردی اسهال میگیری، خب به جاش آبجو میخوری. ولی میخوای بری کشور خودت، میخوای بری شهر خودت، نگرانی، نمیدونی که میگیرنت نمیگیرنت. گفتی بابا نخواستیم، آمریکا 50 تا ایالت داره، ما که دیگه 50 سال زنده نیستیم، که هر سالی که زنده هستیم یه ایالتشو میریم. ولی این دفعه چون دوستان خوبی در ترکیه دارم و اینها لطف کردن دعوت کرده بودن و من ترکیه رو ندیده بودم، رفتم ترکیه. ولی شما چون راجع به سیب ترش شیراز میگی، یک دانه گوجه سبز اونجا خوردم که هنوز دهنم داره آب میفته. در صورت اینم از این سیب ترشو، بله باور کنید دسیسه بود. خانم ولایت، شما از هر چیزی میتونی دسیسه بسازی و از هر دسیسه‌ای میتونی نگاهت رو عوض کنی و بگی این معمولی بود. مثلا من آقای فخرآور یادم بره بلند شد از اینجا رفت ترکیه و خوش گذران با خواهرش و مادرش و اینها، ماشینی هم گرفته بود چون اونجا بلد نبوده مثل اونها خرکی رانندگی کنه، زده بودم به ماشینش، آمد اینجا گفت مامورین جمهوری اسلامی میخواستن منو بکشن. این آقای حقا یه ماشین قرازه از یه سیاپوستی خریده بود، دلش خوش بود، جگوار سواره، ماشین جوش می آورد، ماشین انگلیسی جگوار، هر وقت می خری شما دو تا بخر، یکیش سوار بشی یکیشو بذاری تو شاپ تعمیر کنن، معروفه. آمده توی نشنال پرس کلاب میگه که من دیر شد، حالا نمیگه هم ببخشید، دیر شد، مامورین جمهوری اسلامی افتاده بودن دنبال من، تعقیبم میکردن، من مجبور شدم اینور اونور برم اینا رو گم کنم برسم اینجا. خانم عزیز، اینا مالی خولیاست، مالی خولیا یعنی من نشستم اینجا الان اتوبوس مدرسه وایساد اینجا، بچه ها میان پایین بگن آها این سومی وقتی آمد پایین یه چیزی دستش بود، یه جعبه مشکی اینجوری، فکر کنم مسلسل آلکاپون باشه، بابا ویالونه، آقا رفته ویالون زده الان داره میره خونهش. نکنید این کارو. میگن بعضی از این دوستان هستن میگه که خب حالا آقای زیا آتاباش سال 2006 به من گفت که خب برای شما فکر نمی کنم دنبال شما بیان، ولی خیلی ها هستن میخوان منو بکشن. بعد آقا تو چی کار کردی که میخوان بکشنه؟ تو که هر جای مهمونی باشی با کله میدوی میری. حالا بیچاره بعدم اون چیز مغز گرفت و اینها، بماند، کارش نداره، تازه جیش هم نکرده بودن. بله چی؟ قند نمکی یا آیا ایدونه. خب بسه خانم ولایت، خیلی بنویسی. ببین برنامه اون روز یه خانمی آمده بود هی تک 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 مینوش، اخراجش کردم، ولی امروز صبح رفتم آزادش کردم، گفتم تایمات شما تمام شده بیا اینجا. بعد بهش گفتم که ببین شما 57 سال فوش دادید تو سر ملت زدید، 40 سالم آخونده دارن این کار میکنن، خب چرا روشتون عوض نمیکنید؟ بیا صحبت کن. این روزا که هر کسی با هر تلفنی میگم، این آقای ممقانی خیلی خوشحال بود، گفت من الان دیگه میتونم خودم برنامه زنده داشتم، آمدم اینجا آقای ممقانی رو آزاد کنیم. بگو آقا خودم هم دیگه اینجوری چرا فیلم بازی میکنی؟ یه دوربین یه سپایه بخرید از این دستگاه های 5 دلاری 99 سنتی بذارید چیتون روش، تلفنتون روش، خودتون برید اون ور وایسی برنامه ضبط کنید قشنگ مرتب، و مردم یکی یکی وقتی ببینن که شما دارید درست میگی میان دنبالتون. وقتی ببینن مثل سوربی داری مزخرف میگی، 20 سالم که اینجا باشی 7 نفر بیننده داری، این 7 نفر هم هر چی میگه آقا حمایت کن، دو تاش به زور اونم تو رو درواسی حمایت میکنه بمانه. خب دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه ها. مهندس سهراب چمنارا رو براتون گفتم، چهارمین پیام به ترامپ، البته خیلی با مزه گفته که امیدوارم این پیام ها به 40 و 400 و اینا نکشه. آقای چمنارا، اگه اون رئیس جمهور باشه بمونه توی کاخ سفید، پیام های شما به 40 هم میرسه. به چند دلیل، اولا این پیام ها به دست این نمیرسه، دوما اگه برسه از خودتون سوال کنید
آقا شما برادرت هرمز خان رو بذار جای ترامپ، بگو آقا شما امروز نقش ترامپ رو بازی کن. ببخشید آقای هرمز، نمیخوام بی احترامی کنم، چون اگه کسی به یه نفر بگه بشین نقش ترامپ رو بازی کن، این باید شارلاتان باشه، باید پمپ باشه، باید خودفروخته باشه، باید پس فطرت باشه تا بتونه بفهمه تو مغز ترامپ چی میگذره. ولی شما همینجوری بگو، بگو آقا بشین اینجا، من سهراب چمنارا نامه نوشتم برای شما، به انگلیسی هم صحبت کردم، ویدیو از شما خواستم که این کارا رو انجام بدید. اولین چیزی که هرمز از شما خواهد پرسید میگه چه کاری میخواین از من انجام بدید. دومیش بهت میگه آقا اصلا این کارا دست من نیست، نکنید این کارا رو، دوستان خودتون رو جمع کنید برید این ور برید اون ور. این من والا نمیفهمم، 40 سال شما یک کتابی هست، من واقعا داشتمش، یه آقای نوشته بود که چگونه این جنبش های اینجا میگن گراس رود، ریشه ای رو میدونید. این اوباما خیلی جالبه، مثلا این دوستمون میگه آقای ترامپ در مبارزه با اوباما، یعنی درست اون چیزی که تو مغز ترامپ منتقل شده به اینها، چون ترامپ هم میدونید که مثلا بدون اینکه برجامو خونده باشه، چون اسرائیل بهش گفت بده و مال اوباما، این باهاش در افتاد، الان موندن توش. حالا دیگه ظریف پاشو گذاشته بالا که میگه آقا ما اومدیم چیز کردیم، ما دیگه حاضر نیستیم صحبت کنیم فلان اینا. البته ببخشید اونم خرو میگم که دوتا اون موقع میگه شما کله خوش منم ریقو. حالا با بله چشم. این خانم ولایت، من سالها پیش توی برنامه بودم، اتفاقا اسم اون برنامه ولایت بود، که بعد دوستان گفتن آقا ما اصلا ایران نبودیم، ما بچه بودیم اومدیم، اصلا خبر نداریم، اینی که گذاشتیم ولایت برای که دلمون هوای ولایتمون کرده، نه اینکه مال ولی فقیه، مال ولایت فلان نه. و توی اون برنامه دوستی داریم، حالا شاید نخواد اسمشو بگیم، این خیلی بامزه است و اینها، میگفت که هر وقت هر کسی چیزی به شما گفت که دیدید مجبور هستید که یه جوری بگید بله ولی نمیخواین انجام بدید، بگید چشم، و این چشمتون به جای اینکه 6 تا نقطه داشته باشه 9 تا نقطه داشته باشه. حالا میبینم چشمی که شما گفتید خیلی نقطه داره، و این چشمای اینجوری معمولا یعنی کار نمیکنه، دلیلش هم همین که دوباره شما الان نوشتید دقیقا. بله دومش رو گذاشته روی گلاب پاش ظریف. آها دومش رو گذاشته روی الان سوسن بانو، چرا اسم من را نگذاشتید مانا باشید؟ اسم من رو محب آریا، حالا به مانه بند دیگه. Love listening to this show, you are doing a great job. خیلی ممنون آقای الکس خان و الکس کازان نمیدونم. در اصل دوستان برنامه من همینه، اون روز ما یه چیزی گذاشتیم به نام نمیدونم شو تایم، یه چیزی بیان نگاه کنن، یادم میره. بعد طرف گفت آقا موضوع برنامه شما چیه؟ گفتم آقا 2 ساعت نگاه کن، اگه شما فهمیدی موضوعش چیه به من بگو تو من اون بالا بنویسم. آقا موضوعی نداره، شما وقتی میری توی مهمونی مگه میری میگی خب دوستان حالا شام خوردیم، حالا امشب موضوع برنامه چیه؟ میشینین همینجوری عراجیف میگین و میخندین و فلان، و هیچ کاری هم از پیش برده نمیشه. وقتی هم بلند میشیم به شوخی میگیم که خب مشکلات تمام دنیا و میدل ایست و ایران و خاورمیانه و اینها رو حل کردیم، حالا پاشیم بریم خونه هامون مثلا سریال فلان رو نگاه کنیم. هیچی آقا موضوعی نداره، موضوعش اینه که بنده بیکارم، شما بیکاری. قولتون میدم اگه شما یک کاری داشتید انقدر مهم بود اینجا نبودید، الان میرفتی اون کار رو انجام میدادی، بعدن میومدی نگاه میکردی. بیام از این. خب خیلی هم خوبه، مرسی مرسی مرسی. و دوستان عزیز، این آقای سیروس پارسی رو یه بار دیگه من به شما نشون میدم، و من از ویدیوهای ایشون که تماشا کردم، از این دوبار با ایشون صحبت کردن، هیچ چیزی به اصطلاح دستگیرم نمیشه جز اینکه ایشون یه فکر و باورهای دیگه داشته، فکر کرده الان میاد آمریکا و مثلا مثل زمان وسترن شما میای با اسبت میری اونجا فنس میکشی و گاوداری و خانواده و خوشحال اینا، میای اینجا میبینی نه خیر اینجوری نیست، الان بهت اجازه کار نمیدن، کار سیاه بکنی، اون طرف 2 هفته 3 هفته کار میکنی پولتو میخوره، ایرانیایی که باهات دوستن یکی پس از دیگری کلا سرت میذارن، بعد میگی ای داد بیداد. شما ببین چند تا ایرانی
همین اومدن تو وایس آف امریکا، بعد از وایس آف امریکا برگشته رفته ایران، گفته آقا صد رحمت به این آخوندا. اون آقای کی بود؟ ترک بود. من با برادرش اینا مصاحبه کردم، گفت آقا من بیماری قلب دارم، اینجا 1000 تا بشقاب روزانه باید بشورم تو رستوران تا بتونم فقط قرص قلبم رو بخرم. که ما یکی از دوستانمون لطف کرد براش قرص رو میفرستاد مجانی. بعد برادر همون، اون الان اسمش یادم افتاد، برادر همون خبرنگار و نویسنده و اینا بود، بلند شد رفت اونجا، گفت آقا من آمدم اینجا، هی هم ویدیو فرستاد، هیچ کاری هم به کارش نداشتن. نمیگم حالا شما بری یا فردا اگه گرفتنت من مسئول نیستم. گفت گر که داری امانتی موجود، بسپارید به من به وقت ورود. گر امانت شما شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. اینو تو حمامای عمومی نوشته بودن. و اما حمام ما رفتیم ترکیه، خب هتل‌ها وقتی میری اون پایینش کانسیر و این ور تبلیغ و یه مش کارت و اینا، یه کارتی گذاشته بود که ترکیش حمام. گفتیم خب این ترکیش حمام، یه نگاهی کردیم دیدیم یه نفر میاد کیسه میکشه و لیف میزنه و اینا. گفتیم آقا ما که همه جوانیمون، چون خونمون حموم خصوصی نداشته، حموم نداشتیم، حموم عمومی رفتیم، برای ما چیز به اصطلاح تازه‌ای نیست، ولی خاک بر سر این آخوندا. همین حموما، حمام وکیل، حمام فلان، این فلان، اینا رو بذار آقا توریستا بیان اینجا که ندیدن بیان اونجا کیسه بکشن، پوستشون رو هم بکن، پولشون رو هم بگیر، هم اونا خوشحالن هم مردم خوشحالن. خیلی از ما هم برمیگردیم ایران میبینیم والا اونجا اگه دلاک حمام بشیم بهتر از اینه که مجری تلویزیون باشیم. خب نظر شما چیه؟ درباره چی نظر ما چیه؟ درباره همین دوستمون آقای سیروس پارسی. شما ببین، من به این دوستم وقتی دیروز صحبت کردم میگم خب اسم شما آقای شادانلو، به من گفت که احمد رضا کریمیه و من نوشتم نه به فارسی نه به انگلیسی، چیزی پیدا نکردم. اتفاقا اون کریمی رو پیدا کردم که مجاهد بود. میگه نه، اسم من بنویس سیروس پارسی. خلاصه من به نظرم میاد اگه کسی میخواد کار سیاسی انجام بده باید اسمش، هر اسمی که ننو باباش گذاشتن تو شناسنامه باشه، حسن علی، حسن قلی، هر چی هست همون رو نگه داره تا مردم بتونن بشناسن. از اون مهمتر عکس خودتون رو بذارید تا مردم وقتی دیدنت بگه آهان این همینه. ولی این شیر و خورشیدی که 500,000 تا ایرانی گذاشته و هیچ کدومش هم معنیش رو نمیفهمه، مثلا این شیر خورشیدی مال شما که دستش هم کجه، یعنی مال حضرت علیه، اینا رو وردارید. بابا حالا میگن که بعدن اون صاف کردن دوره قاجار، گفتن این شیر این شمشیر ایرانی ها کوتاه‌تر بوده و صافتر بوده، اینجوری خم نداشته یا بله. خب درود بر شما خانم ولایت. متاسفانه این چنین مسائل چرندیات از جمهوری اسلامی و عوامل اون بعید نیست. من نمیفهمم منظورتون به کیه خانم یاسمینه، که شما هم دوباره همون یاسمین ال ای که شما هم پشت همین عکس ها هستید و اینا، و این خیلی بده، خیلی بده. بیاین از امروز یاد بگیریم این فیسبوک، فیس صورت بوک، صورتتو بذار تو بوک، از این دیگه آسان‌تر ما اینم عمل نمی‌کنیم. وقت اسم خودمونو گذاشتیم فعال سیاسی. آقا ما قانون یه جایی رو رعایت نمی‌کنیم و می‌خوایم بگیم که این آخوندا بی‌قانونه. خب منظورشون به من هست، خب اگه منظورشون به شماست باید برای شما شخصی بنویسن، اینم بلد نیستیم قربان. خب دوستان عزیز، ساعت 3:30 است، جمعه به احتمال 99% با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. چرا میگم 99%؟ همیشه 1% چون بذارید برق قطع بشه، نمیدونم ایشون کاری براش پیش بیاد و اینها، ما توی سن سالای هستیم، یکی مریض بشه فلان اینا بمانه. ولی فردا براتون یه برنامه فوق‌العاده دارم. آقای حسن فیروزی که ایشون بهایی هستن و من یادمه یه فیلمی رو چند سال پیش من تو تلویزیون نشون دادم، فیلم خاطرات زندگی ایشون، و خود من با وجودی که دو بار این فیلم رو دیدم هر دو بار اشک می‌ریختم. حتما اینو پیدا کنید، نگاه کنید. آقای حسن فیروزی از سان دیگو، از کالیفرنیا میان اینجا، نه که از طریق فیسبوک و اینها یا اسکایپ، میان اینجا و با هم
با شما خواهیم بود. فردا برنامه فوق‌العاده است، ما پنجشنبه ها برنامه نداریم، ولی فردا به خاطر آقای حسن فیروزی برنامه خواهیم داشت. و میگفت که چی؟ شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم توفیق. حالا شب جمعه از فردا دو چیز یادت نره، دوم برنامه صبحی با مردم. بله آقای حسن فیروزی. اینم از این. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بسیار شعر خوبیه و من متاسفم یکی از مشکلات فرهنگ ما من فکر کنم همین شعرها هست که ما رو از دنیای حقیقی میبره توی یک کمی حالت هپروت معنویات، و حقیقتا همون لحظه تو اون دنیای معنویات هستیم، وقتی میایم پایین دوباره میشیم همین آدمایی که بودیم و هستیم. یک گزارشی رو امروز من دیدم، یه خانمی رفته بود با یه آقایی و دخترش که حالا گویا یه نفر همسر این آقا رو زده کشته با چاقو اینها صحبت میکرد، و خانمه برنامهش رو اینجوری شروع کرد. بذارید براتون اصلا بیارم نشون بدم، شما اگه خواستید برید نگاه کنید، که میپرسه از بیننده ها که ما از چه زمانی اینقدر بد شدیم. من نوشتم برای دوستمون، فکر کنم درست 21 بهمن 1357 ما همه خوب بودیم، یه دفعه 1357 22 بهمن زور که شد همه بد شدیم. چی بگیم دیگه؟ اگه بگیم بابا ما بد بودیم از داریوش، از کوروش، از شاه، همه هی گفتن بدیم، دروغ میگیم، ولی هیچ که نیمد بگه چه کار کنیم چه کار نکنیم، گوش نمیدن که ما هم دیگه شدیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. ما فرزندان کوروش بودیم، یه دفعه آخوند اومد شد شوهر ننمون. اینجوری نیست بابا، بد بودیم، یه پروسه ای رو گذراندیم، 57 سال همه کلا سر هم گذاشتن، زمین اونو گرفته، خونه ساخته، خونه بی برق و بی آب و بی سند فروخته، مردمو ناراضی نگه داشته، یه دفعه یه خمینی زبل هم آمده این وسط استفاده کرده و ملت اینجوری شد. چرا ملتی که زیر دست دوتا شاه پرورش پیدا کردن باید یه عکس خمینی رو توی ماه ببینن؟ چرا؟ شما از خودتون سوال کنید. من این فیلم رو بذارید ببینم میتونم اینجا پیدا کنم، ایران ظریف، اول اینو بهتون نشون بدم. بله برید بخونید ببینید کجا به کجاست. هی ترامپ آمده با اوباما مبارزه میکنه. ترامپ یه شخص عقده‌ایه و فکر میکرد که از اوباما بهتر میتونه عمل کنه، دیدید که الان مثل خر به گل فرو رفته و نمیدونه چه کار کنه. ولی این مهمه که من و شما بدونیم همین ترامپ پشت سرش یه سیاست هایی هست که چه کار میکنه. این سورس میگه که ایران اف ام، یعنی به اصطلاح وزیر امور خارجه، مت رام پال تو فیل اوت پاسیبل یو اس ایران تاک، میگه ایشون با آقای ظریف ملاقات کرد تا به اصطلاح وسائل و لوازم صحبت دوباره رو فراهم کنن. حالا کجا دیگه ظریفم نمیاد بره خونه این خونه اون تو فلان رادیو استیشن، الان براش بهتر شده، آقای فرید زکریا دوربین و موربین رو ور میداره میره توی اقامتگاه ظریف، اونجا باش مصاحبه میکنه. اینم نوشتهش بخونید، تاریخش هم 18 همه و میگه که اینها آقای رند پال به اصطلاح داره این کار رو میپرسه. بله میگه که از محمد رضا شاه بپرسید که ما انقلاب که شد آخوند بیشتر از دکتر داشتیم. ولی خب خانم ولایت، خود شما، خود آقای ممقانی، خود من، مگه ماها دنبال شاه نبودیم؟ آقا میگم کتاب کلاس اولی که باز میکردیم عکس شاه و فرع بود، بعد مثل که پسرش هم دنیا آمد عکس رو هم اضافه کردن. خب ما هم بودیم و کسی نبود به ما یاد بده که بابا این مملکت مال شاه نی، این مملکت مال مردمه، این مملکت درس وطن پرستی باید یاد بدن. جانم فدای ایران، بگو آقا دو دلار بده من میخوام یه کفشی برای یه بچه ایرانی بخرم. میگه مگه آخوندهای پدر سوخته که پول این بچه رو بردن؟ آقا تو که زورت نمیرسه پول از آخونده بگیری، اقلا من از تو دو دلار بگیرم برم یه کفش پلاستیکی بخرم برای این بچه. مگه این آمریکا نیست؟
از لحاظ ثروت، از لحاظ قدرت، از لحاظ تکنولوژی اولین کشور دنیاست. شما هر هفته نگاه کن، اینا یه جایی دارن پول جمع میکنن برای بچه‌ها، یه جایی دارن پول جمع میکنن برای افراد نمیدونم مریض، یه جایی دارن خوراک میپزن برای اینا که تو خیابون گرسنه هستن. نه آقا، ما پول داریم، نفت داریم، کشوری که روی نفت نشسته. آقا شما دوره شاه پول نفت رو میآوردن در خونه بهتون میدادن؟ نمیدادن که. اگه داده بودن حالا اینا نمیدادن، یقشون میگرفتیم پدر سوخته، تا آمدی گفتی دو برابر میدم، چرا نمیدی؟ البته اینا گفتن ما میدیم، ندادن، هیچ غلطی ما نکردیم. بمانه. خب دوستان عزیز، ساعت 3:37 دقیقه است، اینو بهتون نشون دادم، بذارید اون ویدیو رو بهتون نشون بدم که خانمه میاد سوال میکنه که ما از کی بد شدیم. بذارید ببینم، پتیکو اینقدر دارم، حجاب فقط از سر، حجاب بالا، اشتباه در نام و اختلاف زبان. آ این خیلی قشنگه، بذارید بهتون نشون بدم. این مرده بیچاره نمیدونم کره‌ایه کجاییه، میدونید اینا همشون اسمشون سنجو نمیدونم چی، این یکی اسمش فاکیو بوده. بعد پلیس ازش سوال میکنه که اسم چیه، اینم میگه فاکیو، اینا میگیرن میزننش. فاکیو یعنی یه فوشه به آمریکایی. بعد میگه I have lost all faith in our police, says fuck you. ببینید اسپلش فرق میکنه، و این مثلا خود اونا ممکنه میگن fuck you، ولی این یه سی اینجا کم داره، این یو هم یه او کم داره. و اما این ماجراها همیشه هست، به همین خاطر کره‌ای ها وقتی میان اینجا اسمشون عوض میکنه. مثلا اسمش سان سینگ جانجونه، میذاره سام لی، یا میذاره جیمی لی، بیشترشون هم لی هم. من نمیدونم این لی رو مثلا شلوار لی پاش بوده طرف، تا گفته اسم گفته با بذار همین لی بنمون که بریم. ولی اونو که من میخوام براتون پیدا کنم ببینم که another 14 people ایران، کاری جدید در ایران. آها اینم یه ویدیوی از اونایی که خیلی امید دارید به ایران، که الان جوانای ایرانی همه فهمیده، همه انگلیسی صحبت میکنن فلان اینا، این یه تیکه رو ببینید. و ببینید یادتون اون وقتا میگفتن جنگای حیدر نعمتی، یه چیزی اینجوری، یا حیدر سانتی، یعنی این محله، محله حیدر و یکی محله فلان اینا با هم با چوب و چماق، یا ده بالا با ده پایین سر مثلا آب بسته بود، اون نمیذاشت به مزارع اینا آب برسه، با چوب و چماق میافتادن به جون هم دیگه. من اینو بهتون نشون میدم، این امروز ایران دوستان. چه باید کرد من نمیدونم، شما اگه میدونید بیان صحبت کنید، برنامه های عالی بذارید، به مردم بگید. نگاه کن، بس دیگه بیش از این آدم نبینه، هم آبروش میره هم دلش کباب میشه. ولی یه سوالی، دیدید همه چوبای اندازه بود، مثل که اصلا یه سری چوب ساختن مخصوص این کار که اینا برن بخرن بیفتن به جون هم دیگه، و ملتی که بهش گفتن چوب معلم گله، هرکی نخورده خوله، لابد فردا هم میگه آقا چوب محله بالا گله، شما که نخوردی خولی. چه میدونم والا چی بگم من به شما. خب می another 14 people روایت، آها اینه روایت، یا روایت شاهد عینی صحنه قتل وحشیانه یک زن ثروتمند که میگه چاقو را در قلب همسرم فرو کرد. من اینو به شما نشون میدم، اجازه بدید اینجایی که صدا میده بزنم بره، چون یوتیوب یقه ما رو میگیره بعدن اگر زمانش طولانی باشه. مال تی وی پلاس هم هست. آها اینه، این خانم شکیل، خواننده داریم خانم شکیلا، بله. ببینید وقتی یکی اینجوری میگه از کی ما بد شدیم، یعنی خوب بودیم، شما به من بگیم از کی بد شدیم. بفرمایید خانم. چی شد که ما آدم ها انقدر با هم نامهربون شدیم؟ چی شد که یاد گرفتیم نمک بخوریم و نمکتون بشکنیم؟ کی یاد گرفتیم که جواب لطف و مهربونی رو باید با بدی بدیم؟ واقعا پول ارزش اینو داره؟ ارزش اینو داره که یک خانواده داغدار بشه، مادرش بده؟ داستان اینه که این آقای یه آقای جوونی رو که
کارهای تعمیرات، اینجا بهش میگن هندیمن، میاره خونش و به اصطلاح آبی خراب بوده، برقی خراب بوده، باغچه ای فلان اینا، و اینم خیلی بهش لطف میکرده، اگه میشد 20000 تومان بهش 50000 تومان میداده و اینا. خب اونم دیده اینا خیلی پول دارن و یادتونه ای من گفتم بابا به ملت نگین پولاتونو از بانک وردارید ببرید بذارید توی خونه. این آقا پولاشو برده خودشته خونه، وسایل جواهرات و اینا خونه، یه گاف صندوقی هم گذاشته تو خونه. آقا شما گاف صندوق میذاری وقتی میاد چاقو میذاره اینجا چه کار میکنی؟ میگی چاقو رو فرو کن من، یا گاف صندوق رو ور میدارن میبرن با کامیون، میان گاف صندوق رو ور میدارن میبرن با تراک، با پیکاپ تراک، با تاکسی بار بیار بندن. خلاصه این بنده خدا کسی رو که بهش اطمینان داشته میمده منزلش رو میرفته و اینها، این دوتا دخترش میرن اروپا، میرن آلمان، میرن هر جا. آقای میگه اه بچه هات رفتن اروپا؟ میگه بله. اونم میفهمه که ایشون هست و همسرش. حالا این آقا هم قبلا کونگ فو کاراته کار بوده و فلان اینا، ولی دوستان یادتون باشه اینایی که میرن کاراته فکر نکنن مثل بروسلی میافتن وسط 50 نفر میزنن. وانده یه آدم لاغر مردنی از پشت با یه سنگ میزنه تو کلت داغون میشه. بمانه اون چون میدونه که اینها تو خونه پول دارن، جواهرات دارن، دنبال دلار خریدن هستن برای بچه هاشون خارج، تصمیم میگیره که بیاد و این پول رو از اینا بدزده، کش بره، ماسکم میزنه میاد. اولا کسی که میخواد کسی رو بکشه به قصد کشتن میاد، ماسک نمیزنه که شناخته نشه. کسی میاد ماسک میزنه که میخواد پول رو بدزده بره، شما نفهمی اون کی بوده، یعنی شما زنده میمونی. خلاصه این آقام چون کاراته کار بوده و کنفو کار بوده با این در میفته و فلان اینا، چندین ضربه چاقو که بیش از 100 بخیه بهش خورده، تعالشو از دست داده و اینا، این قش میکنه. اون آقا میره به خانمش میگه این چیزو باز کن، چی اسمشه، سیف یا همون گاف صندوق، گاف صندوقو باز کن. و اینجوری که خود دزده بعدم تعریف کرده، چون خانوارم زده کشته، خانمه میگه بابا هر چی میخوای وردا برو، ولی چون شوهر این ماسک رو از صورت این کشیده بوده و شناخته شده بوده، حالا دیگه دزده هیچ چاره نداشته چون خانم، به غیر از اینکه خانم رو بکشه، فکر کرده آقای هم کشته، ولی آقای قش کرده بوده. اینجا میگن فیند، یعنی از حال رفته بوده. شما خونریزی که داشته باشی بیحال میشی. خلاصه این ماجرای این که پولاشون رفته، طلاهاشون رفته، خانم هم کشته شده، از بین رفته، این بچه هم از اروپا برگشتن. ولی مهمترین نقطهش، باز بر میگردیم که این خانم، این مجری زیبا سوال میکنه ما از کی بد شدیم، چرا اینجوری شدیم، آیا پول ارزش داره که یه خانواده ای رو داغدار کنیم؟ به قول اینها اپیرنتلی، ها دیگه این روزا هر چی شما بگی از این انسان دوپا برمیاد. It's very interesting story. The story of Lawrence of Arabia in Arabia in Iran. بله، این لورنس عربستان فیلمشو برید نگاه کنید. یه آقای همجنسگرایی که میره داخل این چیزا، به اصطلاح داخل عربا و اینها، یکی از اینا رو هم به عنوان دوست پسر خودش برمیداره میاره، و اینم یه ماجرایی شده که وقتی فیلم ها رو، داستان های حقیقی رو به صورت فیلم در میارن، میگن اون کشوری که این فیلم رو میسازه میاد منافع خودش رو تو اون فیلم تأمین کنه و به دست بیاره. اینه که خیلی روش چی نباشین. یادمه همین آقای فیروزی که فردا میاد اینجا یه مصاحبه داشت توی یکی از تلویزیون ها، و وقتی که داشت صحبت میکرد اون طرف ازش یه سوالی رو کرد، خب ایشون نظرش رو گفت، بعد اون طرف میگه نه آقا من خودم تاریخ زنده هستم. ببخشید اگه یه کسی به حرف بهتون اینجور زد، شما بهش بگو شما تاریخ زنده هستید، یا شاید زنده تاریخ هستید. هیچ کس تاریخ زنده نیست، مخصوصا تاریخی که هر کسی نوشته به نفع خودش بوده، هر کسی نوشته به نفع اون بوده که بهش پول داده نوشته. اینم از این ماجرا. فردا با آقای حسن فیروزی هستیم، این دوستمون که باشون صحبت کردیم، آقای کریمی، شماره تلفنش هست 253-779-6000 اکستنشن، اینجا تو ایران گفتیم داخلی، شماره داخلی 6028. وقتی اگه زنگ زدید به اصطلاح شماره این آقا A هست، A
یا A215-566-319. من به دوستانی مثل این آقا، مثل اون آقای کامران قادری، اینها یه فرصتی میدم که بیان صحبت کنن. وقتی که خودم اون حسی که دارم حس خوبی نیست، به دوستان میگم که من دیگه صحبت نمی کنم. حالا شما میخوای وقت بخری ایشون صحبت کنه، این شما، این وقت، این پول، این کیسه شما. من دیگه حاضر نیستم به اصطلاح وقت بذارم. و اما این خودکاری که در جیب من هست، یادتونه اون وقتا اوایل که تلفونا آمده بود و اینا، یه مداد اینجوری پلاستیکی بغلش بود که باهاش میزدیم. بعد که دیگه همش اینجوری شد و لمسی شد یا تاچی شد، این از بین رفت. حالا جدیدن که نه، چند سالی هست خودکارهای درست کردن که ته این خودکار نرمه. من هنوز نمیدونم که این چجوری، چون تو کار برق و اینا اینه، چون ما هممون بدنمون بار منفی داره. اگه کسی میگه آقا اینقدر منفی گرا نباش، برای که ما هممون به زمین وصلیم و تو کارخونه برق اون نول یا منفی رو به زمین وصل میکنه، بعد ما هممون منفی هستیم. من فکر میکردم این منفی ما میزنیم رو این صفحه اجازه میده که به اصطلاح کار کنیم، ولی حالا این که پلاستیکه و ما که میدونیم پلاستیک عایقه، یعنی برق از خودش رد نمیکنه، الکترون رو به حرکت نمیاره، چجوری این کار میکنه من نمیدونم. ولی اون چه مهمه برای افرادی که مثل من نون و پنیر زیاد خوردن، انگشتاشون رو زیاد فشار دادن روی نون و پن شده، و هر وقت این یکی رو میزنی ست تا دوربرش هم فشار میاد، معلوم نیست میخوای او بنویسی، بی بنویسی، میخوای دو بنویسی، شیش بنویسی و اینها، این خیلی بهتره، هم برای اونایی که انگشتاشون بزرگه، هم برای اینایی که چشاشون مثل ما آستیگما. خدا همه نعمتی به ما داده، البته همه ذلتی، نعمت‌ها رو به دیگران داده، ما کرستی زده. بله، میگه جریان قتل در آبیک قزوین اتفاق افتاده و قاتل قبل از کشتن مرد همسر او را کشته بود و منتظر آقایه بوده که جای پولها را بهش نشون بده. فیلم رو دوباره نگاه کن. خودش میگه که احتمالاً خانم من رو برد توی اون اتاق و بهش گفته اینها. فیلم رو دوباره نگاه کن آقای اکبری، تا هم حتما میزنی جلو اینجوری میشه، یا شاید من اشتباه میکنه. همیشه یه شایدی بذارید که اگه دوست آمد گفت اینجوری، بگه خب من که گفتم شاید من اشتباه میکنم. اوکی، خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی. شما خانم ولایت به جمهوری اسلامی، به خدا باور داری؟ امروز یکی از دوستان فرستاده بود که یکی از مشاورین روحانی گفته 1 میلیارد یورو گم شده. همین سم نوشته، سعید نوشته، براش نوشتم آقا شما به خدا باور داری؟ اگه به خدا باور داری این خواست خدا بوده، پس من و تو باید خفه بشیم بذاریم اون بدزده، خدا هم هر کاری دلش میخواد انجام بده. این خدا رو بذارید کنار، خدا رو بذارید کنار. طرف میره سنگ جمع میکنه بزنه به شیطون، بهش میگیم آخه اولا اگر خدا شیطون رو آفریده، اگه خدا شاهد و ناظر رو نمیدونم همه چیز بر حرکات اون هست، تو چرا شیطون رو میزنی؟ برو خدا رو بزن. یه جوکی بود حتی، میگفت که طرف یه سنگی زد، گفت که شیطون گفت این سنگ رو برای چی میزنی؟ گفت برای که دست منو اینجوری کردی. یه سنگ دیگه زد، گفت برای که پای منو اینجوری کردی. گفت من کردم؟ گفت نه، خدا کرده. گفت خب چرا با خدا سنگ نمیزنی، چرا با من سنگ میزنی؟ بمانه. اینم از این. بریم سراغ چیزایی که براتون گذاشتم و نشون بدیم و با هم برنامه رو تو این 10 دقیقه آخر به یک جایی برسونیم. بعضی وقتا وقتی یه چیزای اجباری میشه و به یه کسی میگن که یه کاری انجام بده، گویا یه تعدادی از دانمارک رفتن ایران و اونجا مجبورشون کردن روسری بپوشن. البته این عکس ماشینه مال ایران نیست، حالا شاید اینم یه کشور عربی دیگه است. بله، ببینید که این خانم روسری پوشیده ولی مینی جوپش تا کجاست. و این هم از این ماجرا. بریم سراغ ویدیوهای دیگه‌ای که این دوستمون فرستاده، عکسای دیگه‌ای فرستاده، خیلی قشنگ و خوب. و این هست، بله، این دوست ما آقای پتیک باور داره که شما نمیخواد دنیا رو آزاد کنید. دیدید که میگن فکرتون جهانی باشه ولی عملتون کوچولو، نقلی، کوچه‌تون، خونه‌تون اینها باشه. امروز میگه که من یه گاری برای این خانم خریدم
که میخواد قطیای خالی رو جمع کنه، اون گاریش قدیمی شده یا گاری کم بوده و اینها، با این بهتر بتونه انجام بده. ببینید این چرخهایی که شما معلومه، این یکی نوعه، این یکی کهنه است. این خانم هم داره این قطیای نوشابه، شیشه های آب و بطری های آب و اینا رو جمع میکنن. اینا بعضی هاش به وزن بهشون پول میدن، بعضی هاشون دونهی بهشون پول میدن. ولی ببین این دیده آقا این یه گاری داره، احتمالا کهنه هم هست و نمیتونه اینا رو ببره، برای این یه گاری دیگه خریده گذاشته، یه پولی هم بهش داده که نهارت هم مهمون من باش. یک قدم کوچیک، ولی این قدم کوچیک یه حرکت بزرگیه تو زندگی این خانم. اون خانم هم نسبتاً شیکه، میبینید کفش و لباسش اینا مرتبه، ولی اینجوری عمل کنید. هی نگید ما حالا میخوام دنیا رو آزاد کنیم، وقتی دنیا رو آزاد کردیم میخوام این کارو کنیم. همین الان اگه دیدید یه نفر گرسنه است، بهتون گفتم یه بار من رفتم تو مال اینجا خوراک خریده بودم، اومدم بیرون بعد دیدم یه خانمی رفت داخل این چیزا میگشت که چی کنه اینا به اصطلاح باقی مونده خوراکا و اینا رو بله تو آمریکا طرف گرسنه است، میره تو آشغالای دیگران میگرده دنبال خوراک. من برگشتم این خوراکی رو که میخواستم بیارم خونه دادم به این خانم، آمدم سوار ماشین شدم شروع کردم به خودم فحش دادم که خب چرا اضافی خوراک خودتو دادی، خوراک براش میخریدی، $10 $20 بهش میدادی، به اونجا اگه برسیم مشکل هممون حل میشه، نه اینکه من از ایران بلند شدم آمدم کانادا پناهنده هستم. پناهجو هستی شما دوست عزیز، هنوز پناهنده نشدی، پناهجو هستم میخوام با خانواده رفسنجانی در بیفتم. آقا همین اتوبانی که این دوستان میگن، ما از یه دوستی که توی کانادا سالها زندگی میکنه، بچهش وکیل فلان، نه پرسیدیم گفت آقا این مزخرفات چیه، این اتوبان مال رفسنجانیه، این فلانه. گفتیم والا ما چی بگیم، ما نشستیم تو واشنگتن اینجوری میگه، اینجوری نیست. حالا این خامنه ای اینقدر میلیاردها دلار دزدیده گذاشته اونجا، خب برای که وقتا ما گفتم برای پس مرگت میخواد، این که میاد میته مرگ اونجا روی صندلی، دمپاییش هم که نشون میده مثل این دمپایی ابری مال 30 سال پیشه. نه آخه نمیدونم، یا من خولم نمیفهمم، یا ببخشید شماها زدید به خولی و یه نفر این وسط بله آقای مانی کجا بودی؟ آقا برگرد این فیلم رو از اول نگاه کن، نظرت رو درباره این پناهجویان بگو، بگو آیا تو کانادا شما این امکان رو اصلا میتونی تصور کنی که مأمور امیگریشن که آمده مصاحبه کنه این طرف رو رد کنه یا قبول کنه، بهش بگی شماها آمدید مزاحم مردم میشید، یا این آقا تو اون شرایط مشکل بیاد بگی که من آمدم اینجا رفسنجانی رو رسوا کنم، طرف بهش بگه آقا رفسنجانی رو ملکه انگلستان بهش گفته این پول خرج کن؟ نمیخونه. این آقای مصطفی زاده ادای منو در میبرد، میگفت سوربی به قول خود نمیخونه، نمیخونه. وقتی نمیخونه if it doesn't make sense it doesn't make sense. اگر وقتی شما یه چیزی رو تعریف میکنی تمام اینایی که نشستن اینجا هی نگاه هم دیگه میکنن، یه چیزی غلطه، باید عوض کنی. بله I paid for taxi for two lady I paid اشتباهی نوشتی paid which didn't have money. اوکی خدا پدر و مادرتم بیامرزه و مطمئن باش که یک جایی گفت تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. البته منظورش از ایزد یه نفر دیگه بوده. خیلی ممنون، متشکرم، متشکرم از پتیک. پتیک جان من به نوبه خودم ممنونم که برای این خانم گاری خریدی، براش به اصطلاح یه مقداری هم پول نقد بهش دادی و چی بگیم والا همین کارهای کوچیکو انجام بدیم خیلی بهتر از اینه که سنگای بزرگ برداریم و بزنیم رو سر پای خودمون. پتیک نوشته که فیسبوک 5 بیلیون جریمه شده، این پول کجا میره؟ حتما جیب ترامپ. خیلی سوال خوبیه. البته فیسبوک بلا فاصله گفت ما اصلا برامون مهم نیست، ما مثلا 50 بیلیون درآوردیم، خب حالا 5 بیلیون شم جریمه بدیم. ولی اینی که این یا انگلستان یا اروپا جریمه میکنن گوگل و فیسبوک و اینا پولو میگیرن، این پول کجا میره نمیدونه.
شاید به مثلا میگن که اینو خرج سکیوریتی کنیم که دیگه اطلاعات مردم به این آسونی در اختیار دیگران قرار نگیره، که بازم میشه گفت دوباره این پولا برمیگرده به همین شرکتایی که اینجوری از لحاظ تکنیک افتادن جلو و الی آخر. جدیدن یه نفر در آمریکا، تام سایر یه همچیزی اسمشه، خیلی میلیون ها دلار پول خرج کرده و این آمده میگه، همشون همین اداره دارن، که من میخوام انتخابات آمریکا رو از دست کورپوریشن ها، شرکت های سهامی بزرگ بیرون بیارم و به دست شما و خودمون مردم بسپارم. We the people. اولین کاری که کرده گفته دونه یه دلار به من بدی. خندم گرفت. خب نوشتیم دادیم رفت. ولی گفتم آقا شما هم که میگی من پول دارم پول نمیخوام، آمدی با یه دلار شروع کردی، برنی با 3 دلار و 5 دلار و 27 دلار شروع کرد، شما با یه دلار، همچین که دیدی یه دلار دادیم، حالا اسمون افتاد تو قسمتی که این طرف دستش تو جیبش میره، فردا میکنیش 5 دلار، بعد میکنیش 15 دلار، آخر کارم میبینیم که تو هم مثل برنی، حالا این که میلیونر و میلیاردره، این برنی که انقدر میگفتیم بابا برنی، عمو برنی، این آقا هم کتاب نوشت الان میلیونر شده، خودش هم رفت داخل اونها. خب دوستان عزیز، این هم از فیسبوک و این هم از پتیک، و ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتم. حجاب از بالا، فقط این رو بهتون نشون بدم، این هم دنباله همون ماجرا هست که البته نوشته که هلند و اینها آمدن، ولی میگم به نظرم میاد این کشور عربی باشه، احتمالاً از این اتفاقات تو ایران هم میفته که طرف میاد بهش میگن حجاب داشته باش، میگه چی؟ مثلا میگن روسری، ببینید چه روسریایی پوشیدن اینها، ولی لنگ و پاچه هاشون رو انداختن بیرون، ولی احتمالاً این قسمت فعلا روسری رو پوشیدن، یک کم اونورتر اون لنگ و پاچه رو میپوشونن و یه دامنای بزرگ بهشون میدن که به اصطلاح پوشیده بشن. و اما تلافی سفر به اسرائیل، میگه در عربستان مردم که بنابر انباشته های بیشعوری رفتار میکنن، انتقام را بر هر چیز دیگر ترجیح داده و به فلسطینی ها حمله ور شدن. رفتار در بیت المقدس، ببینید اینا عرب هن. هر دو عرب هن. یکیشون، یه سریشون نگاه کنی، یه سریشون مال عربستان سعودی هستن، یه سریشون فلسطینی هستن. خب وقتی اینا خودشون اینجوری تو سر هم میزنن، من و شما اگه جای اسرائیل باشیم چیکار میکنیم؟ فقط چوبای بهتری، چماقهای بهتری مجانی در اختیارشون میذاریم تا اینا هر چی دلشون میخواد تو سر هم بزنن. یه جای شیکی هم هست، به نظر میاد تو مالی، توی شاپینگ سنتری یه جای جالبیه، عکس و چی میگن نور و فلان اینا، ولی اینجوری این برادران مسلم تو سر و کله همدیگه میزنن. حالا چرا برادران مسلم؟ خب سنی شیعه رو میزنه، شیعه مسلم اونو میزنه و الی آخر. کی درست میشه من نمیدونم. بله میگه که سلام سوربی عزیز، منم به شما سلام میکنم و سیاست مداران را باور نکنی. قشنگ گفتی، درست گفتی، دقیقا همین هست که شما میگی. به هر کجا که روی آخوندها یک نمونه. در برزیل این کشیش سخن میگفت که خداوند از زنان چاق و فربه خوشش نمیآید و آنان را به بهشت راه نمیدهد. این کشیش که با خدا در تماس مستقیم و از میل و رغبتش با خبر است، چگونه و آینده مردمان را خبر می‌دهد، چگونه خودش نمی‌دانست که یک دقیقه بعد چه اتفاقی برایش می‌افته. این فیلم رو ببینید تا منم یه ماجرایی رو که داستانش رو شنیدم و فیلمش رو هم دیدم اون رو براتون بگم و برنامه امروز رو بدون خرمگس معرکه به پایان ببریم. اینم داشته باشیم کمرای 3 برای شما. بله این آقای کشیش رو ببینین که با آب و تاب داره توضیح میده برای به اصطلاح حضار که خدا زنان چاق رو دوست نداره و به بهش را نمیده. داشته باشین، با دقت نگاه کن. Yes or no? No, my because they pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus, tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo.
para servir, para abençoar. این خانومه که نسبتاً چاقه، خیلی هم چاق نیست، چون ما تو آمریکا چنان چاقایی دیدیم که این چاق نیست. وقتی این کشیش احمق چنین حرفی میزنه، میدوه میاد بالای سن، پلش میده پایین. امیدوارم دست پاش شکسته باشه، اولا یه مدت بتو مرگ در خونه و صحبت نکن. ولی یه فیلمی بود نشون میداد که یه آقایی با شور و هیجان کلاهبرداری میکنه، به مردم میگه که من آیندهتون رو میدونم، اینجور و اینجور و اینها. یه آقای خبرنگاری زنگ میزنه میگه من میخوام بیام از به اصطلاح کار شما فیلم برداری کنم. بهش میگن باید یه پولی هم بدی به این انجمن. میگه باشه، مثلا $200 میده و میاد اونجا. وقتی میاد میکروفون رو میگیره میگه من شنیدم که شما از آینده با خبر هستید و اینها، درسته؟ تا این مرد میگه درسته، شطرق میزنه تو گوشش، جر و دعوا میشه و اینها. میگه خب مرد حسابی، من 3 روز تصمیم داشتم بیام بزنم تو گوش تو، تو چجوری خبر نداشتی؟ این دروغگوها رو پول ندین، بهشون کمک نکنید و الی آخر. خانم طنازی میگه که این حجاب که خوبه که شما نشون دادید، ماه پیش دختران و زنان با حجاب و مانتو وارد استخری شدند که مردان لخت در استخر بودند، دودول مجانی تماشا کردند. بنده همین ترکیه که رفتم کنار دریا، شما میبینید این خانمای محجبه با حجاب میان، اون ور خانمه یه دوتیکه پوشیده، یه لباس پوشیده، و اینایی که با حجاب میرن تو آب. مخصوصا خودم توی هتلی بودم، یه خانمی که بچه داشت و شوهرش و پدرش و اینا بودن، آمدن با این حجاب مشکی کامل رفتن تو آب. شما میدونید یکی از این مسابقه هایی که به اصطلاح اینجا خیلی برای افراد شهوتی را میندازن اینه که دختر خانما رو تیشرت میکنن برشون. تیشرت یعنی این زیر پیرنیا، اوکی؟ گرمم شده، حالا با دش تیشرت میپوشن اینا، بعد میان حالا یا با آب یا آبجو میریزن رو این، خیس میشه، میچسبه به بدنشون، بدنشون رو برآمدگی و فرو رفتگی رو نشون میده. بهش میگن وت تیشرت، یعنی پیراهن خیس. این یکی از مسابقه هاست اینجا، که بعد مردانی هم که مثلا مسابقه میدن که بله این فلانچیش بزرگتر بود، این فلانچیش کوچکتر بود، این جایزه $500 رو مثلا میبره. این خانم عربی که میاد اونجا، خانم ترک با حجابی که میاد اونجا، میره تو استخر، خب آب که میخوره به این لباس، لباس چی میشه؟ میچسبه بدن شما. خدا شاهده این خانمه اینجوری خوابیده بود، سینه‌هاش دو تا مثل توپه، مثل هندونه بزرگ اینجوری. حالا آدم خب میدونه این مادر داره شیر میده به این بچه، ولی مرد خجالت میکشه. اون وقت اون مردکه عرب وایساده بود اونجا، کلاه گذاشته بود سرش، هی اهلا و سهلا حاجی یا فلان بسار، اینا مردک خجالت بکشه. بمانه ایشون هم میگه که رفتن و دودول تماشا کردن. خب توی گوگل بزنید مکس امینی ویدیوی دودول طلا، بخندید، خنده عمرتون رو زیاد میکنه. یادتون باشه تلویزیون مردم رو هم حمایت کنید، و من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فردا برنامه استثنائی و فوق‌العاده داریم با آقای حسن فیروزی، پس فردا جمعه با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. این دوستمونم فردا اگر زنگ زد به من، من بهش میگم که ما شماره تلفنتون رو گفتیم، چیزا رو گفتیم. اولا من نفهمیدم شما میخواید چه کار کنیم. من حتی با آقای شادانلو گفتم آخه میخواین، مثلا یکی زنگ میزنه میگه من میخوام وکیل پیدا کنم، اگه کسی وکیل هست میخواد کمک کنه، این شماره تلفن. در هر صورت من فکر میکنم این دوستان افراد سرخورده ای هستن، همونجوری که به کامران قاطری گفتم که شما دوچار بحران میانسالی شدی. همه این بحران به سراغشون میاد، یکی میره موتورسیکلت میخره، یکی میره یه ماشین کهنه میخره رنگش میکنه، یکی نمیدونم یه تفریحی پیدا میکنه، یکی میره سراغ موزیک و فلان. نه تو یه احمق راه افتادی با یه گالسکه شکسته از سوئد بری ایران، بعدم رفتی ایران، اونا هم چنان آبروتو بردن. البته در راه ایران ترکیه یه میخی هم به خانم بهیدخت نمیدونم کی فرو کرد. خب میگه که سوربی اگه 10 دقیقه دیگه روی ایر باشی فکر کنم شورتت رو هم در میاری، پاشو برو. راست میگه، اینقدر اینجا هوا گرمه
که AC air condition این پنکر هم که گذاشتم اینجا حریف نمیشه. و قبل از اینکه دیگه ما شورتمون رو در بیاریم، شما هم برید که اگه میخواین شورتتون رو در بیاریم کسی نباشه. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوب و خوش. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. با امید دیدار شما فردا به احتمال زیاد 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید تا همین برنامه‌های خودمونی رو ما ادامه بدیم. مرسی مرسی مرسی.